در رابطه با درگیری امروز ساشوی بزرگوار دیدگاه نظرتان چی است؟ چه چیز باعث میشه که همیشه در زمان درگیری یا مشاجره صورت میگیره که دیاقین من محصولات یک سالیشان که خصوصا مردم شمال افغانستان امروز منتظر است در دروازه های پاکستان که اجازه ورود پیدا بکنه، اما امی درگیری باعث از این میشه که بسته شوه آنچه که مردم ما کمایی کرده و فاسد شوه. با عرض سلام خدمت سایر دوستا و ویژه جناب سلطانی صاحب که تازه در جمع ما پیوستند، یقینا در پشت این جنگ های زرگری اونمو برنامه ستم ملی نیافته است، برنامه ستم ملی افغانوالی که اقوام غیر افغان هر قدر میتونی نان دانش بگی پیسه دستش و جیبش بگی کارش از دستش بگی و گدایگر بسازشان و کاملا محتاج یک لقمه نان بساز تا حد اینا را محتاج یک لقمه نان بساز که حتی حاضر باشند در بدل یک بوجیار یک دختر خدا اولاد خدا براتون ببخشند، بعدا باز خواست ما برآورده میشه اونموز دیگه. روی اینمی توطئه چینی هر موقعی که باغدارای ما و شما برنامه های انتقال حاصلاتشان شروع میکنن که باید حاصلات زمین های خود باغ های خود به طرف پاکستان بفرستن یا ببرن، باز در دروازه تورخم و در اینجا افغان ها یک جنگ در میته. افغان ها که من میگم هدفم است پشتون های آن سوی دورند نیست، به خاطر که اونا برادرای ما هستند، اونا ما با پشتون ها مشکل نداریم، تنها هر مشکلی که است با افغان های طرف دورند یا افغان های درون خراسان است. افغان های درون خراسان باز یک برنامه جنگ زرگری را شروع میکنن در دروازه تورخم تا ای که موترهای که پر از مواد خیوچی است، حاصلات باقی است، همگیش میوه ها در داخل موترها چند روز بان خراب شود و یک ضربه اقتصادی دیگه اقوام غیر افغان بیمیده. این کاملا یک برنامه واضح است که ما کلا در جریان هستیم، خبر داریم دیگه. از این لحاظ من در اون مسئله عکسای را هم که خودت ماندی باورمند دمی هستم که زمانی که عمران خان کرکت باز صدر اعظم بود. شوی بزرگوار امین مایک تانه بسته بکنیم برای کوتا، فکر کنم صدا زیاد شد. دیدگاه آقای رضا سلطانی را میگیرم. آقای رضا سلطانی بزرگوار، نظرتان در رابطه با درگیری که در مرز تورخم اتفاق افتیده میشه دیدگاه نظرتون را مطرح بسازین؟ چی چیز باعث میشه که گان آقای طالب با ارتش پاکستان یا پلیس مرزی درگیر میشه ولی یک ایده وطندارای ما ناخودآگاه میایه حس وطنداری یا و هموطن بودنشان ایجاد از این میکنه از یک کتله که نه ننگ داره نه ناموس میشناسه نه عزت میشناسه نه شرف میشناسه در وطن امروز ظلم و استبدادش به حدی بیداد میکنه که 4 سال است دروازه مکتب برخ کودک و سرزمین بسته شده، جرمش همی است که زن است و هیچ کس مسئولیت نمیگیره. پیش ملا بجایدش هم که میرن میگه والا ما به این فکر است مکتب چرا دروازهش بسته است، پیش همو امیر المومنین چطلش هم که کس برای میگه بمیزنه، یعنی یکی مسئولیت نمیپذیره. دیدگاه و نظرتان در رابطه با درگیری امینا چی است؟ درود و سلام برای خودت، برای استاد شیوای بزرگوار، دوستایی که در لایف هستن، انشالله که هر جای هستین دور از گزند روزگار باشین. من علاقمند شدم که بیم در بحث خود صحبت کنم دیگه. همیشه مبارزه میکنی، اطلاع رسانی میکنی، بی تفاوتی نمیکنی، سپاسگزار هستیم. دوستایم که در پایین ناشته میکنی که رضای سلطانی چرا در این بحث ها میین، من در هر بحث حضور پیدا میکنم، به اندازه توان خود، دیدگاه خود، افکار خود، گپ خود دارم، دلیل به این نمیشه دیگه. و هر حال دوستای عزیز دیگه دو دشنا میگپارم که در یادرسان میتین، ما تحت تاثیر از این موضوعات نمیریم. ما اصل دیدگاه ما است که ما چی میگم
در یک بحث سردانیست چرا از شما کدام انتظار دیگه دارن که در بحث های دینی باید شرکت کنین میگه؟ من نمیفهم که گپ ما ضد طالب است. اینمی سنگر، اینمی تریبون ضد تروریست است. من دوست دارم که هر جایی که در ضد تروریسم مبارزه میشه، دهشت افکاری را بالاخره محکوم میکنه، بی‌عدالتی را محکوم میکنه، در برابرش استاد میشه، چی در کوههای پنشیر، چی در رسانه، چی در تظاهرات، چی در اطلاع رسانی. ما وظیفه ماست که ضد تروریسم، این تروریسم در بیرون هستن، در داخل هستن، در سرزمین ما هستن. ما در علای حرف خود میزنیم دور از گپ قومی. ای کی جان نوشته میکنن دیدگاه خودشان است. ما خود در قسمت سیاست آیسای همیشه انتقاد کردیم و حالی هم میکنیم که سیاست استخبارات پاکستان و ایران کننده بوده در برابر افغانستان. اینا بارا گفتیم. اینطور نشه که دیروز رضای سلطانی در علی پاکستان، ما در علی مردم پاکستان حرف نمیزنیم. مردم پاکستان مسلمان در یک دوره بسیار سخت ما را میزبانی کردن. در سه دوره سخت مردم مظلوم و بدبخت و بیچاره در دو کشور بسیار پناهنده شدند. در دوره اول روسا و در دوره اول این تروریستا و در دوره سه، در سه دوره دیوال کوتاه‌تر از ایران و پاکستان مردم مظلوم و افغانستان نداشتن آمدن. به هر دلایلی که اونا در برابر کشور و مردم ما صادق بودن نبودن، ما در اونجا رفتیم. این را نمیتونیم رد کنیم. مردم پاکستان مردم خوب است. وقتی سیاست خارجیش مثلا در قسمت افغانستان و ایران کننده بوده، این را محکوم میکنیم. چی باعث میشه که بیشتر از سوشیو بسیار انگلیسی خوب اشاره کرد؟ وقتی که در شمال افغانستان تمام امید مردم همین زراعت و باغداری و میگه پایش است، ایده دست میایه بلا فاصله یک درگیری تا دوران آقای غنی هم اتفاقات افتاده. شما خود تاریخ دیگر میدیدین دیگر، تاریخ زنده بود ای سال آقای غنی. در وقت همین درگیری ها میشد. نمیخواد که همین مردم لاقل از طریق زراعت منابع خود به دست بیارن، حاصلات خود به دست بیارن، دستشان به دان خودشان برسن، لاقل سر پای خودشان شد. و همیرم هم پاکستانیایی که در اون طرف مرز هستن، مافیا هستن، هم یک تعداد کسایی که در مرز ترخم سالهای سال از مردم باج گرفتن و این موضوع را دامن میزنه و اتفاقات میفته. ای که بحثی که مردم در علیه پاکستان حرف میزنه یک بخش و یک بخش هم پاکستان استقبال میکنه، دیدگاه خودشان هم. ما سیاست آیسای هم محکوم کردیم و حالی هم میکنیم. نسبت به پاکستانی ها و مردم پاکستان مشکل نداریم و هر کشوری که باشه. ما میگیم چرا کاسی داختر از آش شاییم. سرزمینی که نه بیرق داره، نه سرود داره، نه ارادی داره، نه رئیس جمهور داره، نه مکتب داره، نه دانشگاه داره و هزاران بیناموسی سر مردم مظلوم افغانستان میشه، در اونجا کسی هیچ وقت صدای خود بلند نمیکنه. در قسمت پاکستان این هم جنگ زرگری است و یک بخشی که بسیار نزدیک با ایسای که طالبا کار میکنن، او بخشی گپا را دامن میزنه که گویا که نه طالبا هم دیگه با پاکستانی ها مشکل پیدا کردن. پاکستانی ها در برابر طالبا بالاخره صاف صادق نیستن، پاکستانی ها در مجموع نیستن. اما چرا در برابر طالب صدا بلند نمیکنین؟ وقتی که پاکستان در برابر افغانستان صاف صادق نیست، وقتی که طالبان در علیه پاکستان می جنگه، چرا با مردم افغانستان می جنگن؟ چرا خانه هایشان در راولپندی هستن؟ چرا در ایرامندهی هستن؟ چرا در کراچی هستن؟ چرا زدبندهاشان با قطر و دبی و امارات و با ایرانیا و با ایندیا یک جا بالاخره در پشتی حلقه امی تروریست ها در داخل افغانستان هستن؟ ما باید هر جایی که دسیسه میشه در علیه مردم ما باید محکوم کنیم، در برابرش استاد شویم. این که سیاست پاکستان در این روزا چی را بازی میکنه و بحث جداگانه است. بازم میگیم که ما با مردم پاکستان مشکل نداریم، با سیاست خارجیش مشکل داریم. سپاس آقای رضا سلطانی بزرگوار، به شما برمیگردیم. زخم تاریخ درود مفرستیم. دیدگاه نظرتان در رابطه به درگیری امروز طالب در مرز ترخم با پلیس سرحدی پاکستان، آیا واقعا یک ترفندی نیست به خاطر فاسد ساختن یا از بین بردن محصولات و حاصلات مردم شمال افغانستان که امروز در دروازه های پاکستان منتظر ازی هستند که اجازه ورود پیدا بکنه؟ هر گان آگاهی هم در نظام جمهوریت و هم حال طالب، امو سیاستی 20 سال پیشی که افغانیزم بازی میکردن، با یک درگیری مرز بسته میشه، روزها و ساعتها در آفتاب گرم زراعت مردم شمال افغانستان انتظار میکشه تا اینکه خوب از بین میره و بعد اجازه پیدا میکنه. در همین ارتباط نظر شما چی است؟ تشکر. در قدم اول عرض سلام و درود و وقت بخیر جناب آقای فلاتان، جناب آقای سلطانی، جناب آقای اسمشون هم مبارکشون فراموش کردیم، استاد بشیر شیبا، جناب آقای شیبا، وقتتون بخیر. نسبت به پرسشی که شما دادین که بنده پاسخگو باشم، ببینین اینها یک بازی سیاسی هست که مردم افغانستان انگیزهشان و ارادهشان بیشتران علیه ملت پاکستان. ما در افغانستان
ما مشکلی اگر مشکل سیاسی داریم از لحاظ دیپلماسی با ایران بشینیم، با پاکستان بشینیم، با تاجیکستان بشینیم. ملت افغانستان با تمام ملت کشورهای همسایه خود دوست بوده و بازم بود و خواهم بود. اینی که با طالب ها امروز و چون نظر پاکستان گشته و نسبت به حمایت سران طالبان، طالبان میخواه اینجا بخواه از آب گلالود از انگیزه مردم بخواه استفاده بکنن. اگر طالب، اگر دشمن برای شما خیانت کرد، اگر پاکستان برای شما مثلا دشمنی داشته، خاک دانه میگیرد، چرا 30 سال از پاکستان حمایت شدین؟ منابع اقتصادی تان از اینجا تامین شد، منابع نظامی از اینجا تامین شد، منابع سیاسی تان از اینجا تامین شد. امروز زن و بچه تون در اونجا تامین است، بعد میایین جنگ های زرگری رو میندازین که انگیزه ملت افغانستان رو بشورونین، این کور خواندین. و یک چیز دیگه ای که شما جناب آقای فولادان و دوستانی که در بحث هستین متوجه باشیم که جناب آقای عبداللطیف پیرزاد در زمان در کنگره، رئیس کنگره ملی افغانستان میگفت که افغانستان دو تا داره، یا تجزیه یا فدرال. این طالبان شنیده، شما ببینید دقیقا روابط را ایجاد میکنه که در زمان عبدالرحمن خان اونها در تحت داشتن، امروز طالبان تحت ملی تفنگ میخواه او اجرا او طرح امروز پیاده بکنن. در سال 2021 وقتی که 1,500,000 پاکستانی آمد در مرز ترخم اسلام بلدگ و دیورن اینجا و استاد شد، اینا کجا شد؟ پس پاسپورت گرفتن، تسکیره گرفتن، در مرزهای شمالی کشور جابجا شدن. یعنی یک تجزیه رسمی و علنی، چون در افغانستان رسانه، روزنامه، گویایش همه قطع است که کسی نمیتونه صدایشان را بلند بکنه. شما ببینید آقای سید محمد باقر محسنی کاظمی در بدن طالب شیش اونجا ببینید که بعدش بود و اونا رو بردن اسیر کردن که تهدید فیزیکی کردن که میتونیم مصاحبهاشون در بی بی سی و در جاهای دیگر هستن. پس امروز هم طالب میخواه دستاوردی که از این مردم بر منافع خود میخواه استفاده بکنه، سیمون از انگیزه مردم کار بگیره و مردم افغانستان بشورن علیه مردم پاکستان. نه، اگر ملت افغانستان با یک چیزی سرش میشه، نباید احساسات خود نسبت به ملت پاکستان یا ایران بخواه بشورونه. چرا؟ چون ما امروز مهاجر هم در پاکستان داریم و هم در ایران داریم. پس حرفی نزنیم که باعث بدبختی و روزگار سیاه اونها تبدیل بشه. من صحبت هم اینجا قاطع میکنم. سپاس با شما برمیگردیم. استاد شیوه بزرگوار، پرسش ما از شما در مورد این 3 شخصیت یا 3 چهره اوغانی که در حرکه قدرت در پاکستان تکیه زدن، که یکشان رئیس استخبارات بود و ایشان نخست وزیر، ایشان هم سمت معاونیت آقای عمران خان داشتن. طالب را یک بار دیگه تازه در سرزمین ما اینا زایاندن. حال میبینیم که اینا دادگاهی میشه و در آخرین مرحله خبری رسیده که ایشان را هم دستگیر کردن. در مورد این 3 شخصیت چی گفتنی دارین استاد شیوای بزرگوار؟ فروتن گرامی، ما پیشتر میخواستم که در این مورد گپ بزنم که اتفاقا اتفلا در گرد پیش ما سر صدا کردن. خب ببینید، زمانی که طالبا با امریکایی ها در دوحه مصروف همو زدوبند های چانزنی های مایداتی خود بودن، دمو شب و روز لابی های سرسخت از اینا که اینمی افغان های درون خراسان پشتون های پاکستان فریب داده بود، هم عمران خان، هم شاه محمود قریشی را و هم جنرال فیض حمید که گویا شما ما را به قدرت برسانین، ما هم به قول خودشان پختان هستیم، شما هم پختان هستیم، بیاید هر قدر قدرتمند شویم و نمو قدر در نفع ماست، در منطقه یک قدرت بزرگ میشیم، پاکستان هم در اختیار ما میباشه، از ما میترسه که ما یک توده بسیار کلان شدیم و کشورهای همسایه هم افغانستان هم در اختیار ما میاد. کلن خلاصه هر رقمی که کلا گذاشته بود تا حد بود که حتی به شرمانه همی شاه محمود قریشی میرفت به نمایندگی از امارت طالبانی در جلسات کشورهای منطقه و فرامنطقه است رسما صحبت میکرد. اینمی عمران خان کرکتباز توپ دندباز در ده ها مجلس از آدرس طالبا مثل که رئیس طالبا یا رهبر طالبا باشه گپ میزد،
و به نمی شکل در پیش امریکایی ها لابی میکردن طالبا را. خوشبختانه خوشبختانه خب اینا هم طالبا چانس آوردن که در اون موقع از لابیگری عمران خان در نفع خودشان پیش امریکایی ها و از پادرمیانی اون رئیس آیس های استفاده کرده خود به قدرت رساندن. اما امروز کاملا دولت پاکستان خصوصا اونمو تعداد مردایشان که پشتو زبان نیستن اردو زبانایی که حاکم قدرت هستن اونا در این باور رسیدن که جنرال فیض حمید کلا در نفع قوم افغان کار کرد و طالبا را به قدرت رساند و آمد در کابل کمر ملا برادر را بسته کرد چپن انداخته سرشانش و همچنان شاه محمود قریشی به اونمو شکل که لابیگری میکرد و در جلسات مشترک کشورهای همسایه شرکت میکرد و سخنرانی میکرد به اونمو شکل بیابرو شد، توقیف شد تا حدی که حتی از خانهش در پس سرش با تاسکی زده کشیدنش بردنش در موتر انداخته دستایش هم در پشتش بسته توقیف خانه و عمران خانش هم اونمو رقم. اینمی کسایی که در ریختن خون هزارها هزار غیر افغان با آمدن و به قدرت رسیدن طالبا دست داشت هم مگیشان خدا شرمان. امروز جنرال حمید فیض هم بندی است و این دو نفر دیگه عرصه از این خائنا بندی هستند و اینا را ما به عنوان یک تن از بچه های خراسانی که فارسی زبان هستم و جنایت اینمی سه پشتو زبان آنسوی دورنده به وضاحت میگم که در دل هیچ برادر آنسوی دورنده ما بد نرسد به خاطر که اونا دوستای ما برادرای ما هستن، پاکستانی ها برادرای ما هستن، پاکستان کشور دوست ماست، پاکستان نه خدای نخواسته با ما مشکل داره و نه ما با اونا مشکل داریم. امروز که اینا به می حد رسوا شدن و بندی شدن همگی ما واقعا خدا را سپاسگزار هستیم که اینا در کیفر اعمالشان رسیدن، چون مردم ما را به هزارها هزار خانه را در ماتم فرزندانشان اینمی سه نفر کثیف نشان و اینمینایی بود که طالبای جنایتکار را به قدرت رساند و افغان والی را امروز در او کشور حاکم ساخت. و اگر نه ما اصلا در این حد گفته مردم چی نبودیم که در خانه ما یک نفر خود از دست بده یا چند نفر خود از دست بده در ماتم فرزندایش مادرای ما بشینن. اما اگه از دست نمی سه نفر خواهیم شد که خوشبختانه هر سه در کیفر اعمالشون رسیدن. سپاس استاد شیوای بزرگوار، با شما برمیگردیم. دوستای عزیز، کسایی که در برنامه هستین و عیان یگان کار پیدا میشه در دیوارتون یک تصویر بگذارین، بعد اگر خودتان در تصویر نبودین کامرتان بسته باشه مشکلی پیش نمیاد، چرا برنامه ما ثبت میشه وقتی اگر با تصویر نمیمونین اما قسمت سیاه میاد. دوستای عزیز، این سه تا افغانی که در پاکستان در عرکه قدرت تکیه زده بودن، حس افغان والی از اینا ایجاب میکرد به جای از اینکه منافع ملی پاکستان در نظر بگیرن. این افغانا دنبال از این شدن که افغان والی خود را، قسمی که افغانای در افغانستان است به فکر افغان والی است، اینا هم اینمی مفکوره را گرفتن. طالب در سرزمین ما دوباره به قدرت رساند، اینمی سه چهره بود. حال فرزندای پاکستان وقتی کشته میشه، تی تی پی در سرزمین پاکستان حمله میکنه، تاسیسات عام المنفع را از بین میبره، اندوهای گوساله پرست زمینه تجهیز و تمویلش در افغانستان مساعد کرده، اینا دیگه خائن ملی پنداشته میشه. نظام پاکستان باید این امینا را در چوبه دار ببره، در مقابل چشم مردمش اعدام بکنه تا خون مردمش به هدر نره. فروتن صاحبی، این سه جنایتکار آدم هایی هستن که کثیف هایی هستن که دشمن های تمامیت ارضی پاکستان ها به قدرت رساندن تا اونا تی تی پی را تقویه کنن، تا اونا زمینه تجزیه شدن پاکستان را فراهم کنن که صوبه های سرحد و بلوچستان از پیکر پاکستان جدا شود. اینمی سه نفر کثیف اونمو گروه جنایتکار طالب به قدرت رساندن. بله دقیقا. آقای سلطانی بزرگوار، از شما مشنویم این سه شخصیت را، سه تا آدمی که واقعا طالب یک بار دیگه
در عصر من و تو در افغانستان حاکم ساختند، دیدگاه نظرتان در رابطه با اینا که امروز خوشبختانه پشت میله های زندان سرنوشت این سه نفر کشیده، نظر شما چی است در ارتباط؟ جناب آقای فروتن عزیز، برای بزرگوار عزیزم سلام علیک میکنیم، پیشتر آمدن دیگه انشاءالله که هر جایی هستی سربلند باشه. بزرگوار عزیز، در قسمت این سه شخص، این سه شخص که به هر حال کارکرده و دستاورداش در پاکستان برملا شدن که دستگیر شدن، دیگه مرتباطات را که داشتن، کارهایی را که داشتن پشت پرده با طالبا با دولت پاکستان بالاخره گپای دیگه خود داشتن، در مجموع گپ دیگه جاست. گپ اساسی است که امی طالبا چرا امروز قتل پاکستانی ها گاهی وقت درگیر میشه؟ سر از این باید ما شما زیاد اطلاع رسانی کنیم. پاکستانی ها تعهداتی دارن پیش طالبا، طالبا با او پایبند نیستن، یک بخششان برای چی پایبند نیستن؟ بس این نیست که طالبا وطن دوست هستن، یک بخششان قندوری هستن، یک بخششان بالاخره پکتیاوال هستن، یک بخششان از بدخشان و تخار و در این منطقه هستن، اونا خواستن در این موضوعات بسیار کلان طالبا به این آیسای دست ندارن، افراد دیگه ای که در بدنه تروریست ها هستن و همی دو حلقه بالاخره غلجوی و درانی که مثلا مقصد همی چی هست وزیر داخلیشان که همی فرزند همی اقانی، همی اقانی ها که زیاد نزدیک با آیسای هستن، در اینجا اینا تعهدات خود سراجدین اقانی ها که زیاد آیسای نزدیک هستن، کارتای آیسای دارن و او بخش دیگی قنداری ها و علمندی ها که بیشتر در 20 سال ایرانی ها اونا را تنبیل کردن، روس ها اونا را تنبیل کردن، چینایی ها اونا را تنبیل کردن، اونجا فشار است که اینا یکان وقت درگیر میشن با پاکستانی ها، تی تی پی را جای دادن. تی تی پی هم خود در 27 سال است که اینا را جای دادن، اینا پل پراندن، پلچک پراندن، آدم کشتن، گریختن، رفتن در اونجا در خط مرزی پناه آوردن. اینا خود نرفتن در راولپندی، نرفتن در کراچی، نرفتن در این مرز، در خط مرز خانه از یا خود. حالی وا میگه که در 20 سال در جایی که پل پلچک پراندن به مای بالاخره یک تونی و دو تونی را که انفجار کردن، این کار چهار نفر پایلوی که در جنوب افغانستان نبود. آقای بختیار میدراتور هستی، اجازه بدی. اینا کسایی بودن که بالاخره در پاکستان درس خوانده بودن، تحصیل کرده بودن، اونم افراد تی تی پی بودن که طالبا را کمک کردن. این حال اونا گپای خود دارن، میگه در این کشور تنها شما نیستین که گپ میزنین، ما اینجا قد شما تعهد کردیم. عمران خان و قریشی و دار و دسته شب پشت پرده که گپا بود. این حال امریکایی ها گپ خود داره، روسا گپ خود داره، چینایی ها گپ خود داره، اینجام که پیشتر گفتیم بسیار تلاش داره ام تی تی بی را حمایت کنه که بتونه از اون طریق این دوامات خود از پاکستان بگیره، نمیتونه، این خواب است و خیال. ما میگیم که این اینجا است، اینجا برادرانی که در داخل افغانستان یا بیرون از طالبان حمایت میکنن، اینا را قهرمانان قرن خطاب میکنن، اینا مزوران قرن هستن. اینجا یک روز زیاد نی، یک روز و حلقه ایرانی ها که زیاد به یان از یک فاصله بگیره و حلقه ای که با روسا هستن فاصله بگیره و حلقه ای که با پاکستانی ها نزدیک هستن، امریکایی ها باید ببینی که طالب چند روزه در خود قندهار هلمند ذوب میشن. طالب وطن دوست نیست، اینا به خاطر خرابی وطن آمده. گپ ما شما بیشتر ای باشه که اینا میان چی میکنن؟ بیشتر دوست ما اشاره کردن، میخوان از احساسات مردم استفاده کنه، گویا که اینا مخالف پاکستان هستن. اینا نمیتونن مخالف پاکستان شوند. پاکستان رفت پیش امریکایی ها چانه زنی کرد، پاکستان رفت که خلیلزاد و دار دستش بالاخره در قطر تصمیم گرفتی اینا به قدرت برسه، ولی پاکستانی ها فکر نمیکردن که یک بخش کلان ایرانی ها سر از اینا تسلط داره، روسا بالاخره تسلط داره، کشورهای مثل قطر و ایگپای جگه به خود داره، اینجا ایره باور نمیکرد. حال این طالبا در چنگال چند کشور است، اجازه ندارن که تصمیم قاطعی بگیرن. این یک بخش که در اروپا و امریکا شیشته، در اینجا زنا در شیبین بد میرن، دخترها بالاخره یقین سینه باز باز یک جمع جماعت جمع میشن در امی آلمانی که ما ششتیم، بلند میشن در سیرنا هتل میرن، اونجا لابی میکنن برای طالب و برنامه میتن. باید ما بیدار شویم که مردم ها را به کیفرشان در اینجا برسانیم، معرفی بسادیم که در داخل آلمان، در داخل سویدن، در لندن، در اینجا که ضد تروریسم است این کشورها، در اینجا اینا میرن تروریست ها را در اونجا حمایت میکنن. یکی یک بخش امریکایی ها بالاخره خوشبین بدن، بالاخره در 2014 عقب نشینی کردن ناتو و فلان، ای تا قیامت نمیمونه، ای تا یک پنج سال و ده سال نمیمونه. این دید خود سیاست خارجی آلمان هم شما دیدین که از این بعد یک کامنت یک لایک هم در برابر از اینا بالاخره دولت تصمیمات خود میگیره. اینجا باید بیدارگری شوه که این رقم افراد طالب پرد در بیرون هستن. در امی سلطانیس بزرگوار، طالبایی که در آلمان به نفع طالب یک ایده که آمی شده بود و لابی میکردن، آل آدم احساس میکنه که چادرها یا برقای زنانه را پوشیده باشن، صدایشان نمه برایه. با یک پیام کوتاهی از آدرس دولت آلمان، چرا؟
اینا میفهمن که یک ایده میگه یک ضرب المثل داریم، سوزن آدم در خودش امتحان بکنه بعد جلگزه در مقابل. وقتی اینا اگر میبینن که طالب خوب است پس دالمان چی میکنن؟ خوب بروندی؟ بغیر از همزبانشان گویا کسایی که هم مفکوریشان است در افغانستان حاکم شده امنیت تمام آورده، پس اینا دالمان چی میکنن؟ خب پرونده‌شان بسته شد و پرونده وطن شده. من یک جمله آخرم است. یک بخشی کلان از اینا در آلمان وکیل هستند، یعنی وکیلی که پرونده های مردم در بوندستان معرفی بکنن اینا قبولی بگیرن. یک بخشی بالاخره بچه های وطن دوست میاد، بالاخره ما مربوط شورای نظار بودیم، مربوط مجاهدین بودیم، در برابر روس جنگ کردیم، طالبا ما در برابر طالب جنگ کردیم. 80% کیس های از این بدبخت ها رد شده. یکی از دلایلش اینمی خلقی های شکست خورده در اروپا آمدن، اما حلقی که در اروپا آمدن با پول بیت المال آمدن، با پول من و تو و اینه بچه خلقی دیگه که تازه آمد، با پول اینمی مردم در اینجا آمدن. حال این مردم سخت در تلاش است. چی میگن؟ والا اینمی ها آمده گپ قومی دارن، نه خصوصا میگن بیشتر گپ قومی را دامن بذارم این طالب تروریست. و این مردم هم جمع شدن تقریبا 28 نفر از آلمان و اروپا، یک نفرشان در رئیسشان در امریکا آمدن رفتن. ما باید در برابر این تروریست هایی که در بیرون در برابر این تروریست ها بالاخره سکوت اختیار کردن، تشویق میکنن مردم ما را به کشتن میتن، در برابر از اینا باید اطلاع رسانی کنیم به نهادهای امنیتی دولت آلمان و کشورهای دیگه. پاکستان خود گپای خود داره، پدر و پدر کلانی طالب و طالب به پاکستان زورش نمیرسه، کشورهای منطقه به پاکستان میترسه. بیایم از حقیقت باید پوت نکنیم. ما یک بخش ما میایم بالاخره میایم ایران ادا میزنیم، پاکستان ادا میزنیم، فلان. ما خود ما بایستی بدبختی و بیچارگی هستیم. یک بخش دیگه چی میگم؟ میگه که والا دیروز مجاهدین هم رفتن. خب اگر مجاهدین رفت در اونجا یک دولت کمونیستی شکل گرفته بود، روسا آمده بود، بالاخره گپ داشتیم. در 20 سال خود دولت اسلامی بود، رئیس جمهوریش هم از قوم تو بود، قوم ما بالاخره سلام خودم ماند، رفت در کنار تو سا شد، جلکم سر شانه دنداخت، امنیت هم گرفت، سلار هم در تخار و در بدخشان و در بامیان و در پروان اولین سر شانه ما تا کرد. این حال گپ دیگه جاست. این مردم یک بخششان گپ قومی را دامن میزنن که صف روسا را قوی کنه، اینا را بالاخره رو سفید بسازن و ان قریب اتفاقات بسیار کلان در منطقه و در جهان اتفاق میفته. ما شما جمله آخر چرا در برابر تروریست از روز اول تا امروز عقب نشین نکردیم؟ ما خود تاریخ داریم، ما خود دیوال برلین شکستیم، ما خود در برابر روس مبارزه کردیم، ما خود یک روز کارت آیسای، دیگر روز کارت کی جی بی، دیگر روز کارت بالاخره سی‌آی نامیدیم در افغانستان حکومت کردیم، گفتیم مجاهد هستیم، وطن دوست هستیم، در برابر روس استاد شدیم، در برابر تروریسم استاد شدیم، و حال هم زن و دختر و مردم از زیر پای تروریست‌ها لگدمال میشه، در بیرون هم حقانیت ما سر بلند گپ میزنیم. این مردمی که گپ داره اگر ما رو به چالش میکشه، پشتون هستی، وطن دوست هستی، رگ گردنت از دستی بل میپنده، ما رو دو دشنا میزنی بیان رو بس میکنیم که به خرابی سرزمین تبار ما، قوم ما، بزرگ ما، سمت ما اینجا دوست داره، یا تویی که زن و بچه با آزادی در این کشورها راحت میگرده میره در سرنا و طالبا رو میگه که در بامیان اینی کارا بکو، در بالاخره در شمالی اینی کارا بکو، در پنجشیر قدر پوسته بکو. بهرحال پر حرفی زیاد کردیم، دوستای دیگر هم خواست سلطانی سه به شما برمیگردیم، ولی یک چیز دوستا خصوصا میدراتورا وقتی مخالف بالا میاریم لطفا پایین نندازیم. چرا؟ یک آدمی که مخالف ماست نظر خود داره، پایان انداختن نوجوانی است. یک ایده متاسفانه میدراتورای ما نمیتونن زود کردن تصمیم میگیرن، مخالف از این نندازیم. زخم تاریخ هست، شما مشنامین بزرگوار، خصوصا در مورد اینمی سه چهره ای که خیانت ملی را در پاکستان مرتکب شدن، امروز امو آتشی که اینا شعله‌ور ساخته بودن در سرزمین ما دامن وطن خودشان گرفته، تی تی پی را هندوستان در داخل افغانستان تجهیز تمویل میکنه، هر دقیقه خونی مردم پاکستان اونا میریزانه، ولی اینا خوشبختانه در زندان است. پیامتان در مورد همین سه چهره خائن ملی پاکستان چی است؟ جناب آقای فروتن تشکر. ببین یک بحثی را ما مطرح بکنیم و از کی کدوم سیاستمداری کدوم کشوری سعی نکرد که منافع خود از کشور همسایه خود یا از دنیا در دیدگاه خود نداشته باشد. عمران خان اگر دشمن ملت پاکستان بود، اگر دشمن دولت پاکستان بود و سعی میکرد یک منافعی را به خاطر طالبان که طالبان رشد قدرت سیاسی و فکری و نفوذی و تجهیزات نظامی داد، پس منافع خود در پاکستان می داشت. ای کاش طالب های من و تویی که امروز من و تو را فراری می خونه و این طرز تفکر عمران خان غیبت الله می داشت. غیبت الله می آید
جان خون خود برای پشتون پاکستان میرزانه. ببین او میخواد بازم بر منفعت او کار بکنه. پس عمران خان اینمی قدر مردی را پس داشته که سعی کرده طالبی که در افغانستان میخواد مصارف بده بازم بر منافع پاکستان زحمت کشیده. ببین یک چیزی دیگه، شما پیشتر گفتین که اینها به سرنوشت افغانستان بازی کردن. بله من میگم آقا پاکستان بازی کرد، ایران بازی کرد، روسیه بازی کرد، چین بازی کرد و این روز هم بازی میکنه. پس ای که ما در طول 20 سال گذشته چی دستاورد داشتیم و امروزی که 3 سال داره خدمت خون میباره، امروز چی دستاورد داریم و فردا چی دستاورد داریم؟ ببین پاکستان مجبور است بر مستعمره آمریکا و روسیه و چین هست از لحاظ اقتصادی. ای که آقای ظلمه خلیلزاد در طول تاریخ در آمریکا تحصیل کرده و خودشان رسانده که طرح سیاسی خود در نسبت به پاکستان، نسبت به افغانستان با آمریکا ارائه بکنه. شما ببینید در سال 2001 آقای کرزی یک کی میشناختند؟ پس آقای ظلمه خلیلزاد یک شخصی را به نام کرزی از آمریکا آورد که قدرت بگیره پس در پشتون. چرا قدرت بگیره در پشتون؟ به خاطر که در سال 1371 شهید پروفسور ربانی آمد قدرت نظامی را بعد از زایشا و حکومت های غداری در این فارسی زبان ها افتاد که مردم شاید این مردم فارسی زبان نفس راحت بکشند و اینها مرج افتاده بودند که ما چطوری بتانیم این قدرت را برگردانیم. شما ببینید در جنگ های داخلی چرا گلبدین حکمتیار مقابل قهرمانی ملی قرار گرفت؟ چون دستک و تفکر داده میشد از سوی آمریکا و از سوی زخم تاریخ. نظرتان در رابطه با درگیری تازه تورخم، یک ایده ای که حس وطنشان گویا اجاب از ایرا میکنه که بیایه بگه طالب زنده باد و بهانه جویی بکنه، اما نمیفهمه دیاقین شمال افغانستان هم در نظام جمهوریت آقای اشرف غنی یک درگیری بازی موش و گربه را منداخت، بعد تنها هزاران تن محصولات دیاقین شمال افغانستان در انتظار به اجازه ورود در پاکستان در مرز فاسد می شد. حالا همین کار طالب می کنم. یعنی در همین مورد نظر شما چی است؟ چی چیز باعث می شه که اینمی مردم فقط بخواهند که دیاقین و اوی در کسایی که خصوصا تعلق به شمال افغانستان داره برشان ضربه بزنن و او هم ضربه اقتصادی؟ چرا این کار را میکنن؟ ببین طالب ها یا جنگ زرگری را بیندازه یا مثلا تفرقه قومی بیندازه، به هر وسیله ای که شده میخواه و از یک طرف دل مردم را بگیره و از یک طرف جنایت های خود را بپوشانه که مثل جنگی با پاکستان، مثل جنگ درگیری با ایران، مثل یک تهدید برای تاجیکستان، اینها میخواد قلب مردم را بخواد بگیره. و یکی که برای طالب فرق نمیکنه که در شمال چقدر ضربه اقتصادی زده میشه، در هرات چقدر ضربه اقتصادی زده میشه، اونها میخواد منافع خود بگیره. پس یا ضربه زدن به اقتصاد یا یکی در کابل، مزار، بامیان، تخار و قندهار از یک کراچی 4000 مالیات گرفتن، از یک جرب زمین در 6 ماه 8000 مالیات گرفتن. ببینید زخم تاریخ در برچی چند روز پیش انفجار شد، یک دختر معصومی هزاره تبار را در عقب رنجر پیکری که بیجان بود قسمی انداخته بود که گیسوهایش از عقب رنجر بیرون مانده بود. یعنی شما اگر در افغانستان دقت بکنین در همه کشتارگام که اگر ایوان را میکشن باز به همین شکلی که طالب شهدا را انتقال میداد به این شکل رویه نمیکنن در برابر همه حیوان، امور حداقل درستتر انتقال میتن. یعنی انسان و او هم هموطن بودن با طالب آن قدر این مردم در این ارتباط بتفاوت هستن ای تو احساس میکنن که تاجک، ازبک، هزاره یعنی نه تنها هموطنشان نیست تا مسلمان هم پنداشتن همیشه. یعنی با جسد انسان اینا یک نوع بهترامی و یک نوع تحقیر برخورد تحقیرآمیز که واقعا در طول تاریخ صورت نگرفته. من نمیفهمم یک ایده چرا امیر نمیبینه خصوصا اهل تشیع افغانستان. ببین
جناب آقای فلوتن، ای که طالب با دختر چی کار میکنه، با جسد چی کار میکنه، مگر شما ندیدین که با 3 تا سر شهدا فوتبال بازی کردن؟ مگر شما ندیدین که جسدها را آتیش زدن؟ پس این جنایت ها در طول یهودیت است، در تفکر یهودیت است، در منطق یهودیت است. پس ما از اینا گله نداریم، چون اینا در تفکرش این به احترام ها وجود داره. ببین اینها ادعای مسلمانیت میکنه. کسی که مسلمان باشه پیغمبر با اهل بیتشون قبول داره، یعنی نواسه پیغمبر خدا در کربلا به خاطر دین و آزادی قیام کرد، به خاطر آزادی قیام کرد که سر فدای ناموس، ناموس فدای دین. اینها در افغانستان میاد پرچم عزاداری امام حسین علیه السلام از پشتیبان ها و از کوچه ها جمع میکنه. دلیلش چیه؟ اگر تو ادای مسلمانیت داری، پس چرا پرچم جمع میکنی؟ اگر کفر هستی، پس چرا ادای مسلمانی میکنی؟ این بحث ها بسیار در طول تاریخ گروهی تروریستی مثل طالب نهفته است که ما میدانیم که چی میکنن. و کسانی که لونگی میزنه هم اونمو تفکر داره، کسانی که کلاوات زدن هم اونمو تفکر داره. جنابی محیب، چیز محیب 600 میلیون دلار از اقتصاد افغانستان بود در آمریکا خانه و زندگی ترکید. آیا این پول از کجا بود؟ که شما محاسبه بکنید 40 میلیون ملت افغانستان هر نفر 1 میلیون دلار برایش نرسید. این سرمایه از باباش بود، از مامانش بود که بود در آمریکا. سپاس، سخم تاریخ با شما برمیگردیم. آقای بختیاری کمره تقیلا نکنیم پایین مندازمت. استاد شیوای بزرگوار از شما میشنویم، بعد از آقای بختیاری. فروتن گرامی، در رابطه با معرفای پیشتر دوست ما زخم نفهمیدم. اگه مخالف هم بیار بالا که مدرس و شوه عزیز آدم های بیادم زیاد درخواست داده رویستن، قابل اعتماد نیست، ممکن بیار بالا یک چیزی بعدی نشان بده. حالا پرستی اروپایی رو بیاره که خودش در اروپا زندگی کنه، اونجا پل پرانا رو حمایت کنه، همون تا آدم ها رو بیار خوب از بس. وقتی که فروتن صاحب در زنده های انسان اینا حرمت نمی کنن، زنده که در حضورش میتونه کلمه بخونه، در حضورش میتونه قرآن تلاوت کنه، در حضورش به خاطر رهایی خودش خدا را پیش کنه، پیغمبر را پیش کنه، برای از او حرمت قائل نیستن. در جسد انسان اینا حرمت قائل میشن. یک نسل که پدرهایشان از روی تعصب اینا را نگذاشتن که مادرهایشان را برند در زایشگاه تولد بتن، طفل خدا در داخل آغیل ها، در داخل گوخانه ها، در داخل مالخانه ها، در روی پخالای گو و گوسفند اینا تولد شدن. یک نسلی که در اصلا سرشتشان غیر از کتاب سوزی، کتاب خانه سوزی دیگه چیزی نیست. فرهنگ ستیزی، تمدن گریزی جزی از میارهای ارسی آبا و اجدادشان است. از اینا شما توقع دارید که باید اینا در جسد و در پیکر بیجان یک مسلمان حرمت قائل شوند؟ در زندهش قائل نیستم که پیش روش گفتم قرآن در 14 روایت از بر بخوان برات قائل نیست حرمت، در جسد تو چی حرمت قائل میشه؟ بنام ما باید امی که امی که مدت داخل لفافه حرف زدیم، امی که مدت ما همو گفتیم مردم هم ما شف شف گفتیم، اصلا از امی به بعد کوشش کنیم که همون تو مردانه استاد شویم، شفتالو بگوییم نه شف شف. ما باید، ما بار بار گفتیم که طالب یک گروه اجرایی است برای قوم افغان و تمام برنامه آیدی های زشت و پلید افغانوالی است. تمام برنامه طالب، تمام طرحی که طالب تعقیب میکنه او را، تطبیق میکنه او را، در مجموع اونمو آیدی های زشت یا اندیشه زشت افغانوالی است. ما تا ای که اصلا امی افغانوالی را محکوم نکنیم، ما کاملا اشتباه میکنیم. ببینید دوستای عزیز، اینمی دیدگاه لر و برخایی، اینمی دیدگاه، حالا ببین در زمان
امیر حبیب‌الله کلکانی شهید که به شهادت میرسد، در او زمان قوم جاجی و منگل کلن از اون سرحد میارن. اونمو توتاخیل و نورزای و چی و چی را هم میشه از اون طرف سرحد میارن و امیر شهید تسلیم از اون میکنن، میگن که از اونا میکنن، میگن هر برخورده که شما میکنین با این بکنین. اینمی دیدگاه اوغانوالی است یا نه؟ اینمی دیدگاه محمود طرزی است یا نه؟ اینمی دیدگاه سلیمان لایق خبیس است یا نه؟ دیدگاه اونمو عبدالحی حبیبی لعنت الله علیه است یا نه؟ اینمی دیدگاه اونمو اسماعیل یون پدر لعنت است یا نه؟ یا از کمال ناصر حصولی ولد زنا است یا نه؟ آقای شما خواهش میکنم ببین در شهن من زخم تاریخ بگذار هر کس دیدگاه نظر داره بزرگوار، ما در داخل استودیو نمیتونیم یک دیگر را نقد کنیم. ما نظر خود داریم، استاد شیوا نظر خود داره، سلطانی نظر خود داره، من نظر خود دارم. ببین وقتی که ما بخوایم دو بزنیم به دو چیزی را ثابت نمیم، به انتقادی با منبع با سند با رجعه، ما هزاران دانه منبع داریم که با منبع دیگه. ما دعو نزدیم که بگویم که خواهر و مادر فلانی را اینه طور کنم. ای که ما اگر من میگم که عبدالحی حبیبی لعنت الله علیه ای حقم است، اگر من میگم که کمال ناصر اصولی ولد زنا حقم است. ما نه خواهرش نام گرفتیم نه مادرش و نه کدام آله تناسلی خود نام گرفتیم نه از خواهر از اون. ما آنچه که گفتیم فقط عرفای درون دل خود بیان کردیم در برابر یک قوم کشورخوار تمامیت خواه که در ناموس من و تو بندواز نیست، در عزت و آبروی تبار من و تو بندواز نیست و همچنان در ترک تبار در فاریاب در مقد یک بچه ترک یک چوب و یک قنداری تراش کرده میکوبه و تو باز هم با اونمو لفافگویی میگه اصلا هیچ حرف نگوین، باید همونتو مسکمالی کده بگذارین از سر سرش، محل و گپا نیستم. حرف ما حرف درون دلم است و حرف اونو مردمی است که در درون جغرافیا چیغ میزنن. نه محل کنار آمدن هستم نه اهل محافظه‌کاری و معامله‌گری. آنچه را که میگم تونگ میگم جز از پروردگار از این بشر ترس ندارم. اینی خط فکریم است. وقتی که ما میبینیم فروتن، وقتی که ما میبینیم یک قوم صد نوه توتیه چینی در حق ما میکنن، قهرمان ملی زنده نیست، در قید حیات نیست، هم مگیشان میایم قهرمان ملی را دشنام میدن. احمد مسعود در هیچ نوع گندگی دست نداره، هر کدامش میآید احمد مسعود به حد توهین و تحقیر و ویدیو سازی میکنن، خرد و خمیر میسازن تا که اینمی جوان را هم که فردای رهبر شدن در فراروی خود داره باید از امیال ترور شخصیت شوه، باید از نظرها بفته، باید هیچ کسی اصلا در حرف ازی گوش نده و بزرگای ما را به انواع مختلف تاراجگر بیت المال، دزد خانه های مردم، دزد زمین های مردم، دزد مچمچی به هزارها عنوان ترور شخصیتی میکنن که از نظرها کلان من و تو بفتن. برنامه از اینا دائمی سقوط اینمی بود که یک نفر ما و تو که چهار نفر یک جا کده بتانه باید زنده نمانه، همش دم درون کشته شوه، یکان تایش که میگریزه هم بیرون میبرایه اونمو در بیرون زده شوه. برنامه نمی بود که کلن دیگه حکومت نادر شایی، نادر غدارخانی و عبدالرحمن خانی پدر ملعون باید دوباره احیا شوه و اوغان ها مفعولترین بچه اوغان قنداری و خوستی و علمندی و پکتیاوال باید سر شهزاده ترین، سر گرده های شهزاده ترین بچه غیر اوغان سوار شده حکومت کنه. تنها در حال نه، در
یک صده دو صده دیگه هم و اینمی بینشی که مقاومت موتور میگه که اصلا برادر کشیست، بغاوت است، خیزش است علی یک امارت اسلامی یا حکومت اسلامی در مجموع، اینمی است که تو را میگه دیگه حق تفنگ گرفتن، حق ایستاد شدن، حق انتقاد کردن علی حکومت افغانوالی نداری. بگذار که افغان ها حکومت کنه، اگر خیستین دو نفرتان خیستین باغیستین باید شما کشته شوین، واجب القتل هستین، محکوم به مرگ هستین. اما در برابر حکومت اسلامی استاد ربانی شهید خیزش حکمتیار بغاوت نیست، خیزش سیاف بغاوت نیست، خیزش صدها افغان دیگه بغاوت نیست. در برابر حکومت امیر حبیب الله کلکانی شهید خیزش قومی جاجی و منگل بغاوت نبود قطعا، در اون صورتی که نه افت تنظیم وجود داشت، در اون صورت نه کدام پای انگلیسی و خارجی و روس و امریکایی در بین بود، یک حکومت برآمده از فتوای علما اما محکوم به سقوط و خیزشگرایشان باقی نه، حق طلبا. چرا سر دیدگاه اصل افغانوالی گپ نمیزنین؟ چرا طرفه‌روی میکنین؟ چرا میایین حاشیه‌روی میکنین؟ حرفای پراگنده و چرگویی میکنین؟ بیاین راست رو که راست گپ بزنین که طرح چیز، برنامه چیز. چهار تا قوم او برده و خو برده من و تو بیدار شوه، سیلیکاری که با حرفای بیدارشان کن. من میشنم از شما. سپاس آقای رضا سلطانی، از شما میشنم. بعد از زخم تاریخ امپراتور رئیس بالا که وقتی میایم نام تا موقعانی مانده کمری تا بزن، خب تا نوبتت بیشی. آقای رضا سلطانی بزرگوار، از شما میشنم، بفرمایید. خب تشکر از خودت که برنامه رو میگیری. ما به دیدگاه های دوستا احترام میذاریم. من پیشتر هم گفتم که هر کس در هر بخشی که میاد، در شما در تلویزیون هم میبینی که یک نفر از طرفدار طالب میاد، یک نفر از مقاومتی میاد، یک نفر از در دل مردم افغانستان میاد، یک نفر آسیب دیده قومش، مردمش، بی‌عدالتیش تو میاد در دل خود میگه. دلیل به این نمیشه که به نمایندگی تمام قوم حرف بزنه، یا دلیل به این نمیشه که یک نفر پشتون میاد تمام ما رو بالاخره کولابی فلان خطاب میکنه، اگر یک وقت یک مجاهدین یا کسی یک چیزی رو برات گفته، این دلیل این نمیشه. ما میگیم که استاد شیوا عزیز، ما به دیدگاه تمام دوستان احترام داریم. یعنی بالاترین آسیب در 20 سال برادران پشتون دیده. شاید یک بخششان هم میفهمند که تمام پشتون ها دخیل نبودن. شما برین که همین دولتی شایی رو ببین که تمام پشتون ها در اونجا سم داشتن، نداشتن. اما خانوادی زایرشا همون کمک بچهش بلاخره یک حکومت گرفته بوده، 5 سال پدر، 45 سال خودش، 50 سال دوران خود سردار داوود. همین سردار داوود که شما تمام سفرا رو ببینید، همون که بچهش دختر خالیش و کاکش یعنی میگپا بوده دیگه، او پشتون قنداری و گلجه یا بالاخره در قندوز و تخار نبودن. اینا در آقای کرزه هم که آمده به یک دلایلی بالاخره آمده، یک بخش نزدیک به خودش در قندهار بودن، مخالف در اونجا زیاد داشتن. اینمی طالبان که مال به رسمیت شناخته نمیشه، عین اون قضیه است. یک قضیه که بسیار نزدیک بالاخره در آقای بیشتر نام گرفت سراجی نقانی و داره دست، یک بخش دیگه از ملا عمر در قندهار هستن. بس ما این است که اینمی طالب ساختارش دنبال اینمی موضوعات قومی است. طالب اما اتاق فکرش که حتی در اروپا و امریکا جمع میشن، هم یک تعداد شدیدترین خلقی هایی که هستن، اونا هم زده پشتون بودن، هم زده بالاخره کسی که مجاهد بود برای روسا، در برابر روسا بودن، خونه مخالفت داشتن. حال اونم مردمی بس دامن میزنه که چطور ما شما باید بگیم که طالبا سپر دفاعی پشتون ها هست. میگم اینی تو یک چیز مطرح میکنن، برعکس هیچ چیزا نیست. وقتی که به زبان یک تاجیک، به زبان یک شاعر، به زبان یک کسی که نگه بمیشنه، خب بچه پشتون هم گمی گوشای صدا میده، خب بله ولی هم پشتون خب میگه براس میگه. ما میگیم که اینمی صفحه چی را ما شما قوی بسازیم. اگه به زور بود، به کشتن بود، به قتل بود، به قتال بود که از این دولت خلقی ها که شدیدترین دولت دیگه نبودی، و مردم زنده مان. یا در دوران جنگ بالاخره در طالبای اول که آمد، این 90% 95% به قول خودشان خاک گرفتن، ما نابود نشدیم. در 20 سال ترور فلان الا بالله آخرم هستیم. میایم در 2014 یا 2012 که آقای کرزی قبول میکنه که طالبان دفتر رسمی پیدا کنند در قطر، تمام دنیا به می تفاهم میرسن که باید ما طالبان رو بیاریم. اینجا لابی میشه. وقتی که میاره تمام دنیا می طالب قبول میکنه، میاره بازم من و تو در کوههای هندوکش استاد میشیم، بازم در کابل به جرم تاجیک بودن، به جرم عدالت خواهی کشته میشیم. اما دختر قنداری در قندار که اول نخورد،
امو دختر پکتیاوال در روز استقلال افغانستان بیرق بالا کرد در پکتیکا، لات کوب نشد. ما اونجا ارتباط دارم، یک بخش کلان نیست بده پکتیا رفتن میار آزاد کردن. ما میگیم که ما را دیگه کسی نمیتونه با زور سوته و فلان و کشتن حذف ما کنه. اگر میتونستن در همین 3 سال تمام دنیا سکوت کردن، حتی گفتن به متحدین خود امریکایی ها که مخالفین طالب اگر شما اجازه دادین باز ما میفهمیم که شما چی کنیم. به یک دفعه هم طالب ها آمدن، امی بزرگایی که یا غصب کردن به گپ از یا دوزی یا فلان و هزاران دسیسه را زدن، آیا یا حذف شدن یا نابود شدن، نتانستن که در قلب مردم جای پیدا کنن. خواهش شما این است که ما میدانیم که چی ظلمی را طالب میکنن به دستور آیسای، به دستور کشورهای استخبارات منطقه، و این را با تمام کسایی که واقعا به این سرزمین دیگه نمیشه که به تنهایی یا پشتون حکومت کنه یا تاجیک یا ازبک. اگر من و شما صدا بلند میکنیم، بیایم انتقادشان کنیم، بیایم نقدشان کنیم. همین بچه پشتونی که طرف طالب ها میگیره بگیم آقا 3 تا دستاورد خوب طالب ها بگو، و اگر ما اینجا میایم نقد میکنیم بر اساس این نیست قوم پشتون ها بگیم. نه، قوم پشتون عزیز است که ما در یک جای بالاخره بزرگ شدیم، در یک جای زیست میکنیم. اونا نمیتونن ما را سرزمین هست کنن. اگر قوم پشتون بگی است که ما گریختیم هست بودیم نیستیم، اگر هر چند سر ما ظلم کنین، ستم کنین، فلان کنین، ما در برابر شما عقده تر میشیم، ما کمتر میشیم، تا آخرین فرد خود میجنگیم. استاد ما میگیم نه، این کار شما هم نکنین، ما هم نباید مردم خود تحریک کنیم که دشمن این سرزمین تنها پشتون هست. نه، دشمن این سرزمین به انگشتای دست یک بخش از برادران پشتون هستن. آمدن نیاز نیست که در قندهار دانشگاه هست، آباتی هست، تحصیلات، نه، میخوان در حکومت باشن. اونا هم حکومت به ایرقمی به دست نمیاره به بزرگای قندهار و هلمند و تخار و بدخشان. گپ آخر میکنین یعنی جمله اینا یک تعهدات را در برابر استخبارات لندن، استخبارات امریکایی ها منطقه میتن که قدرت میگیرن. بیاین این چیزا رو واضح تر صحبت کنیم. ما میگیم نقد قابل نقد هستن کسایی که یک قدر بیعدالتی را میبینن چیزی نمیگن، اما مستقیم یک بخشی کلانی که برای آزادی سرزمین کتمای تو جنگید 20 سال بچه پشتون ازبک از حالت یک صف شهید شد، و یک بخش حتی کت نیروهای امنیتی بالاخره بودن یک سر کارا را کردن، اونا به نمایندگی از پشتونا نبودن، به نمایندگی آیسای بودن. همین ستون پنجم کی بودن؟ این کسایی بودن که در درون دولت بودن، ولی یک بخش کلان پشتونا فراری هستن، نمیتونن به وطن خود برن. دمی جندار رازق 1500 بار خانواده مال فراری هستن، حتی قوم و فامیلی از بالاخره اونجا لتکوب میشه. اگر هر صحبت را میکنیم نقد را میکنیم، نقد کنیم که فردا سیلی بروی ما شما نخوره. نظر ما همی است. ببخشید که من در وسط در سلامت باشه آقای سلطانی بزرگوار. آقا زخم تاریخ از شما میشنویم. تشکر بازم جناب سلطان صاحب و دوستان گرامی. ببین من پیامم ای است که همونطوری که در سطر تاریخ سید جمال الدین حسادآبادی کونه در زمان خود مبارزه کرد، تبعید شد در مصر. حبیب الله کلکانی خادم دین رسول الله مبارزه کرد، شهید شد. و بعد از اون سید اسماعیل بلخی مبارزه کرد، 14 سال در زندان دمشق به خاطر حقوق این ملت زندانی شد. پروفسور شهید ربانی مبارزه کرد، شهید شد. قهرمان ملی مبارزه کرد، شهید شد. سید مصطفی کاظمی مبارزه کرد، شهید شد. پس ببینید که ما در طول تاریخ ما مشکل سیاسی و خائنات سیاسی و ملی داریم در افغانستان. امروز هم آقای شوا، آقای فروتن، آقای سلطانی و دوست دیگه ما، تمام هموطنان ما بیایم مبارزه بکنیم که دشمن ما را آوردن در زیر جدول. اگر از جدول افتادیم دیگه جایی ندارم. پس با قلم میشه مبارزه کنیم، با سخن میشه مبارزه کنیم، با تفنگ میشه مبارزه کنیم، باید مبارزه کنیم. جناب آقای فروتن، دیشب ما در یک بحث تویتری با شخصیت های بزرگی بودیم، نسبت یک پیامی که از جانب تلویزیون اینترنشنال افغانستان پخش شده بود که آقای شهید پروفسور برهان ربانی رو فراری خوانده بود، ما اونجا بحث های زیادی داشتیم. پس در هر مواردی که نیاز باشه ما باید مبارزه بکنیم. دیگه وقتی دوستان بقیه حرف برای گفتن زیاد هست، انشاءالله مبارزه. سلامت باشین. زخم تاریخ، قبل از اینکه پرسش ما را از امپراتور هموطن افغانمون بپرسیم، دوستای عزیز پایین برنامه کسایی که هستین موافق مخالف، امی دشنام کار درست نیست. کامنت های یک ده میگذارین، یعنی ما را وادار میکنین حرفی بزنیم که دوها آدم دیگه در امی زیر لایف خفه شوه. بی بی ما میگم طالب یک کتله زنانه پوشی که ده 20 سال ناجوان مردانه وطندارای خود را شهید و معلول و زخمی ساخت.
این کتله زنانه پوش امروز در حاکمیت قرار گرفته، هیچ جگاه در فکر مردم افغانستان نیست که فقر در افغانستان چگونه بیداد میکنه. دهاقین ما چقدر زحمت کشیدن، محصولات یک ساله خود را ورداشتن، حالا میخواهند که امور پاداش کارشان را بگیره. بعد وقتی که این دهاقین شمال افغانستان محصولاتشان میرسه میخواهد به پاکستان انتقال بتن، بعد میرن یک جنگ زرگری را مندازن با یک فایر و دو فایر و یک راکت، یک باعث از این میشن که مرز انسداد مسدود شوه و اجازه و ساید به زودی پیدا نکنه. تمام زحمات دهاقین خصوصا مردم شمال افغانستان در مرز دیورن گنده شوه و از بین بره. یعنی میگه شما دشمنتان را نکشین، یا بکوچانین یا لقمه نانی که در دهنش است از پیشش بگیرین. ای کتله زنان پوش یعنی دنبال عقده‌کشایی است، زیر عناوین مختلف از مردم ما انتقام میگیره. رای حل اینمی است، به خدا تفنگتان را بردارین، همه قسمی که قهرمان ملی گفت کمرتان را بسته بکنین. این سرزمین مال پدری هیچ کس نیست، در عمل ثابت ساخت. در پوز اوید آدم های تمامیت خواد چنان کوبید و حتی امو حکمتیاری که شب و روز هزاران راکت کابل همه زد، در مقطع پایانی دستهای خود را کتلینگ های خود بالا گرفت، با جمعی از طرفدارایش رفت تسلیم قهرمان ملی احمد شاه مسعود شد و ایشان هم جوان مردانه، شما میفهمین آدمایی که تسلیم میشه به معنای واقعی اونا مرده محسوب میشن، دیگه او از صف معاربه خارج است. جوان مردانه گرفت ایشان رو تاجیکستان روان کرد و این آدم هم در اونجا که رفت بعد از او باز دوباره اتهام های ناروایی را به سمت قهرمان ملی و نظام مشروع حکومت استاد برهان الدین ربانی برچسب زدن. حالا ببینین آقای امپراتور، درگیری امروز را به صفت یک بچه افغان هموطنمان در مرز تورخم خودت چگونه ارزیابی میکنی؟ دیدگاه نظرت در این ارتباط چی است بزرگوار؟ بفرمایید. اول سلامونه وړاندې کوم ټول افغانانو ته، الله دې وکړي چې روغ او جوړ وای. موضوع دې راخستې دی د نن ورځې په ډیورن په کرخه باندې چې کوم جنجال یا جنگ شوی دی، خو مکمل موضوع نه معلومات نه لرم، خبر نه لرم چې موضوع دې کوم دی نه شروع شوی، جنگ دې کوم دی نه شروع شوی. خو دومره خبر مې ولیدلو چې په کونړ دی که په کوم ځای باندې په کور باندې د پاکستان له طرف ته مرمۍ راغلي دي، انداغ شوی دی، زنانه او ماشومان مړه شوي دي او طالبانو په مقابل کې جواب ورکړی دی. یعنی زه تر دې ادب د امپراتور کې مونږ بفهمین خوب صحیح فارسی ګرځ زده میتونی چی معنا داره دیگه؟ کله چې تو پښتو زده کړل زه به تاسو پرسنی خبرې په دواړو سترګو وکم، ولې دلته تاسو په څلور وړ دیگه پښتو را بگیرې مال مو خو دیگه دیواره نیستیم که ناغ وقت خورد بسا شما حرف بزنه به زبان مادری شرف بزنه زبان نگرد که خواب بزنه چی میگی دیگه؟ زمی پخپل پختو مورانی جبی خبری کوم او دادی ما دیر پار دی بیار نه دیگه اون خودت بگو خودت بشنو خلاص هیچ دیگه لازمه تا بنو بگی پروتن کمی که سلطان من هیچ کدام مون نمیفهمم ما چی تو بده نمیفهمی که تو چی مو به جبی دی ما خب دل تا چی تو دی ما خبری نشه غکوال نه پوش تو مو سف وطن کی تو جوړ راشه زبی تو سره کم تا و دریګم ز تو سره دار کم تا نشم درې دل ترغی پوری چی تو مو سره پوش خبری نشه دیو مفکوری نشه پیو فکر نشه من نفهمیدم چی گفتی؟ ایمه دا وقتی تو که زبان ما صحبت کردن نمیتونی، این وطن هم دیگه تو مربوطش نمیشی، گویا زبان ما رو درست نمیفهمی. نه شما کوی سلیمان نیستیم دیگه، برندم کوی سلیمان همه جا بچکا رفت کنیم گورتی و ماشر سلیمان زبان فارسی زبان هاست، تو وطن فارسی زبان هاست. استاشی با پیک دارم یه حرف بزنه به صفت یک بچه اوغان در مورد این سه تا اوغان پاکستانی ها قدر ببین دلائف فارسی زبان ها که میایی از امو شرم و حیایی که تو باید فارسی گب بزنی مگه در شهر زبان رفت صدای زبان بکرد دورا شواز احترام د تلره مشر سید مودی پلار او د ترپ زیز احترام زده که مخه به احترام نه کړم خو من بهم چیز بوږ کی مخه احترام ته په دغه نه پوښت چې یو پښتون یو افغان تا ته احترام لري او تی تا نه کشر د مخه کوم تو ته مې کاپی کی میزنی ما کاپی تر بو فهم کوم ته چی میگی د دې ما په خبرې نه نه پیږي ته 50 کال عمر تیر شوه دی اباس دې شه تیر شوه دی ته اندغه ول دي ته تعصب نه ډک لمنه نه دی ته ما دې تعصب نه ډک نه دی برادر مې 40 سال ز عمر عزیزم گذشت زبانم به یک حرف پښتو نه گشت
اندادی تعصب دی کنه اندادی تعصب دی کنه زتنه اوس پلمانه زبان زبان نمیفهمم که تو چی میگی اون نمیاد تو سر من چند تا سنگ وقتی شورک بده اینا قمیت و خیر تو شو بگذارم اینجا دغه دغه بکنه خود صاحب وقتش تیر شوه تمام شوه نه دادی جنات جواب ده داز تو سنی و ورم چی پتو سس دک مؤدب ده بل خبر نه داد من نمیفهمم که تو چی میگی خدا داو میزنی یا مرا داو میزنی نه خدای دی نه کوي زتا اون دی تو هین نه کوم دی تو اون دی نه پاش نمیتو تو شو بگذارم نمیفهمم اینا ده هر چی بگوی من نمیفهمم دا رضا صاحب ګوري د تعصب نه ډکه لمن دی او دوی به دی باندې دی یو زبانی څه زبانی نیست که مردم بیاموزه هیڅ چیز نه پیدا نمیشه به هر چیز نه لارې څه کوي پروتانه غوی ګونه د دې زبان او رضا دي جنات جبه د زپ غاګي کم که تو ته د دوزاغ جبه بي خو شي زپ تای از د کوم که تو نه د کوم که شاین را حال میګه زبان جنات پښتو شه خلاص کړه ته جنجال باندې صحبت خدا کنه نظر خدا باندې زبان مادری صحبت کوم مشکل نه ده بگذار استاد شه ورک تو مشکل نه داره من مشکل دارم من نمیفهمم دغنی ما پلارونی که دادی ما ملی تو بایرک تو جام در پشت سرت ماندی ما خو نماندیم من نمیفهمم نه تو یو دی پختون خبری دلت نشی برداشت کول نه تو به ما سو وطن کی یا حکومت یا دولت څنګه مخیوس یا زب تو سره څنګه پیوی کوسی مړی وخورم یعنی دادی تاسو نه ډاکه خبره نه ده تخپل لگ ځان سره فکر او سوچ وکا آقای رئیس جنجال نکو پاسیفت یک افغان بچه نظر تا نمولی نیسی تا افغان پاکستانی هم بطی بفرمایین وې ګونه سا انداغه د کوم خلک ته تر شو دی لګولې دي نن نوامې شلون انده خلکو ته تو پوښ ولې ما ته جی سلام دار کم د سلوټ مو ته ویلاړې سر زمينو پاکستان پروتنه ته سره په شمول دي شواسه پوجل زو سپورې ما پښتون ورو و سپورې دي پاکستانی بیرغ نه لګولې چې تر شو یې لګولې شاد بر سر زمين خپل پښتون یا افغان دی لیدل وی را شاده ته پوښ زی بیاغه پوښ نه غا به دي کوم افغانان مو پښتوني پاکستان نظامی هر وګړي که پښتون دی علي دې مارتول کمرې ته ده آقا دی لوی افغانستان دښمن نه مونږ نه مونږ چې مفتر از پاکستان چی میگه وخت اوس منه کوي مو خبرې نه دي پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد بار بار پاکستان زنده باد این سه کو دیگه این رضا صاحب خودت خون رضا خپل خو په خبر به خدا خدا و راستی که خدا و راستی که قسم خوردم تو چی دی پاکستان محمد قسم دی که به قلب من پاکستان زنده باد جان به ما دستنگ اجازه را که جزه دی یک بار ما صد بار میگم پاکستان زنده باد ما کلا دشمنی با پاکستان نداریم از او خاطر گفتن ما وی گوند سه تاسی دخمنی زد واسا یو نمی نپرو دادا خبر کام او خلکو ته چکم پښتانه نه دي چې دوی دا خبره کوي چې تاسو دې طالب تر څنګ ولاړ دي زه دې طالب تر څنګ په دغه وخت ځکه درېږم چې ما یو هم وطن هم دې وطن او قومي مې دي ولو یو افغانستان چې ځان افغان بولي یا نه بولي ولې دا د پاکستان دی ټول افغانانو لپاره چې دغه پښتون هزاره ازبک تاجک په تیر شل کلن دولت کې ټول شهیدان شوي دي نن شیوا په شمول دي پروتان ارتي چې دا خبره کوي چې په پاکستان زنده باد وجدان کې د لګ دسې سر ټیټ کا شیوا صاحب د دې د وجدان کې د سر ټیټ کا اندخ پاکستان دی تا هغه دری زبان هغه پارسی زبان هغه تا تاجک هزاره او آره بی بی آقای امپراتور من یک لحظه آقای فرید مارتول هم خوش آمدید میگم تو به صفت یک هموطنمان در مورد اینمی سه چهره اول نظر چی از کوتا ما نظر دیده قدری پاره داغه دی چه هر پاکستانه چی په نظامی باش که ورکی و آقا دی افغانستان دی افغانان و دی طول و قومون و دخمن دی همونگا دی دخمن په نظر ورته گورو او هیچ کلا بمونگا منظورم اینمی شخصاست دغه په شمول دی نور او په شمول دی شواسه به دوست په شمول دی دغه مونږه دی دو دغه پارک نشو کوله د پاکستان دی دغه درې شاد نه پاکستان نظام ته سخت دو طالب د سرزمین تو کم کړ پس چور تو از برده های از اینا حمایت میکنی فروتن ما ببین نظر ما چی است خو نظر ما ما خبرو کی مالو دې تو خبرو کی ما خبر شواسه مې دی کړی لګه دب مراد کله لک چاکار گپ میزنم بعدش باز تو گپ دیم ببین بایرن پاکستان دشمن من است ما اصلا با پاکستان مشکل ندارم پاکستان با ما مشکل نداره زبان سرود ملی پاکستان در زبان ما است و همه قدر ما را دوست داره و همه قدر برای ما احترام قائل هستن که سرود ملیشان در زبان ماست ما دیگه چی گفته توی که میخوایی که صوبه فرهده از بدن پاکستان جدا کنی تو تفنگ تا سر شانه ما میمانی پاکستان هدف قرار میدی مرا میگی صدا کو پاکستان مرده باد چرا دماغ وینو سر ده تو کی مشکل داری تو افغان مشکل داری خان نن ترتیب پاکستان ده مشکل داری این مشکل تو با پاکستان است مشکل من است ما پاکستان مشکل پاکستان در بدغه دی چی پاکستان استاد شوی بیچاره نینا استاد شوی کورونا نظر شانه بود بعد فرید مارتول همین تو بنوبت بگذاری نرفتی ها
گور از خبر د توکم شیوا صاحب اول می خیانت به خونی ام جوانای میکنی که در 20 سال پامیدی گذشته در جمهوریت کشته شد آب پرین به تو که تو به دشمن خود به خونی هر جوان ما هر جوان ما که در زید پاکستان کشته شده باشه احمق بوده استاد شیوا همی کسایی که میگن استاد شیوا همی کسایی که نام میگیره اون پاکستان نکشتن ما جواب میگیریم ما اینجا اصلا نه که دوا دلوی خیانت یا وین سره ده چکم دی وز باک ده تا ده تاجک دی کام پاکستان دوست ما پاکستان نه طرف چتو ده خبره کوي چې طالب پاکستان تربیه کړي ده بیا ته پکم مفکوری پکم فکر تا وجدان څنګه اجازه درکې چې ته به پاکستان ته دی دوست خوا دی ای ببین اینمی طالبه که افغانواری رو بخواهی اونمون دوستان من تو چطور با طالب میگی که تو با پاکستان میگی که دوست ماست همی وجدان همی گریبانی سر آقا تو چی تو طالب خوب میگی به حد بابا این مشکل نداره بگذارم فرید مارتول درود مفرسی بای طالب ببین ویدیوی ده ها پاکستانی نشد شده نگه ما افغانستان رو نمشناسیم او ملک خراسان است آقای رئیس به شما برمیگردیم ویدیویتون در مایل پیش تاپ کنیم فرید مارتول مایکتون باز کنیم بفرمایید روتان یک دقیقه گپ میزنه یک دقیقه برخواه بکی اورورا یو دقیقه ودرګه اورورا یو دقیقه اجازه را که در تزه بده مشکل حل کوم جناب محترم سلام برای خودتان سلام برای دوستایی که فعلا در بالا هستن و سلام برای دوستایی که در پایین هستن گپ های ما را گوش میکنن ما در قدم اول از باره پاکستان به سه تا شیطان که هست میخواستم یک معلومات بتم یا کسایی هستن که در ما نمیتونیم گفته که بگیم در 20 سال اخیر ما از وقتی که افغانستان در روی کره زمین ساختش جور کردن از اون زمان ما دشمن ما از پاکستان تا امروز و این یکانه ضربه آقای فرید مارتول امیر کدام دلیل دشمن ماست؟ محترم کسی که با ما بجنگه و کسی که در وطن ما بیاید نه جمله پیشتر از گفتی سه تا شیطان یک لحظه سلطانی زد فرید مارتول گوش کن نه گفتی سه تا شیطان وقتی که پاکستان وقتی که در روزت شناف تقسیس میشه یک لحظه اجازه بدین برادرم سوال گرنگ است یک دقیقه وقتی که پاکستان تاسیس میشه اجازه بدین از روز تاسیس او برادر همین تو که میگه پاکستان دشمن ما دلیل بگو برای ما که دشمن ته است دلیل برای ما که اجازه بدین بگو ما مشتم بگو باز من دلیل رو میگم اجازه بده سلطانی آقای مارتول این سه تصویری که ما گذاشتیم گفته سه نفر بالا رو نگذاشت درست جناب محترم اول خب ما شما باید فکر کنیم چون احساساتی هست ما افغان ها میشم تا احساساتی شد آقای فرض مارتول همی کل ما افغان نیستیم متاسفانه وطن ما افغانستان است افغان هویت قوم محترم پشتون است برچسب برای همگی همی ظالمانه است ما این دیدگاه خودم است که ما کسی که در ساحه ما کلان شده یا تولد شده ما بعض افغان ما فعلا خود یک افغان میگم پشتون نمیگم افغان میگم بعض یک افغان ما افتخار میکنم به وطنم و یکانه کسی که من میدانم پاکستان است ما کشور ایرانم دشمن وطن خود میدانم اما به او حد نه که فعلا پاکستان دشمن ما است نظرتون چی است ببینین یک درگیری کوتاه در دیورند است در تورخم آیا شما از طالب حمایت میکنین یا پاکستانی ها رخ به جانب میدانین ما جناب ما بر شما یک گفتنی دارم که بسیار مهم است این مردم پاکستان و مردم که طالب هایی که گروه تروریستی هستن یا یک پلان دارن قسم میخواین یک جلوه بتن به مردم که مردم بر دنیا البته تنها به مردم افغانستان و به مردم پشتون پاکستان نیه بر تمام دنیا یک قسم میخواین جلوه بتن که جنگ ما با طالب با پاکستان دشمنی داره و از حق خود دفاع میکنه یعنی بر مردم قناعت میده که ما اگر پاکستان میزنه ما هم میزنیم این یک چیز راست که در چشم مردم ما خاک میزنه در حقیقت که تمام فعلا حکومت افغانستان به دست طالبات در این نظام اشرف غنی هم وقتی دهاقین شمال افغانستان کشزارهایشان محصولش برداشته میشد قرار بود که به پاکستان انتقال پیدا کنه سربازای نظام جمهوریت یک درگیری میکردن ماها هفته ها مال و محصولات مردم شمال افغانستان در مرز پاکستان فاسد میشد منتظر میمان این همی کار طالب کرده بزرگوار خب اینمی را ما میخوایم یادآوری کنم که دیدگاه طالب با دیدگاه پاکستان محترم یکی است
فقط یک طالب چی را میخواد ثابت بسازه؟ برای ما، برای ما که اینجا فعلا هستیم، برای خودت و برای کسایی که در خلاف طالب است. طالب یک چیز را میخواد، یک نشان بده که ما با طالب با پاکستان دشمن هستم، یعنی ما پاکستان که سر ما ظلم کنه ما در مقابل ظلم میکنم. متاسفانه یک چیز وجود نداره. پاکستان و دیدار شینمی است که چه قسم بتونه که سر افغانستان حکومت کنه، مثل که فعلا از مکتب و از فهم دانش افغانستان گرفته. به معنای زی است یک کشور ضرور نیست که قطع اتم بزنی شه، فقط مکتب سرش بند کو، ختم است و کشور دیگه کدام وجود نمی داشته باشه در چیز فعلا افغانستان. ببین آقای مارتول، دلایل تبر ما بگو که پاکستان چرا رقم دشمن ماست. محترم، دشمن اینمی است که فعلا مکتب تا سرت بند کرده، دشمن اینمی است که اردوی تا سقوط داد، دشمن اینمی است که تمام امکانات دولت کشورت ازت میگیره، میبره طرف با کشور خود میبره. شما میال خبر داریم از پاکستانی اومدن این کارا میکنه یا این اوغانای هم وطن من و تو؟ محترم، تو خودت یک سای منصب هستی در وزارت داخله، فعلا تو معلومات داری؟ آیا تو نمیفهمی؟ ما فعلا هم در وزارت داخله کسایی که اونجا هستن در زور سرش وظیفه میکنن، فعلا 80% پاکستانی است. محترم، 80% به زبان پشتو گزنه نمیتونه، به زبان اردو گزنه. یک دقیقه اینال ما اکتب هسته که آقای مانتول ما باید دلیلش را بگویم. ببین، در زمانی که در 1947 پاکستان تاسیس میشه، اولین کشوری که در تشکیل پاکستان اعتراض میکنه و میگه که پاکستان شما چرا تشکیل دادین، چرا ساختین، کشور افغانستان است. اولین کشوری که در امور پاکستان دخالت میکنه، میگه باید پشتونای اوسون دیورند با ایسو یک جا شوه، کشور افغانستان است که میخواه پشتونای او طرف یک جا کنه با خود، صوبه سرحد جدا کنه، سند چیر بلوچستان جدا کنه تا اینکه پاکستان تجزیه شود. اولین کسی که علیه پاکستان لشکر دوری احتیاط اعلان میکنه که بیاین ما با پاکستان جنگ میکنیم، لیوانه سردار داود است. و اولین کسی که در امور پاکستان دخالت کرده، برنامه های پشتون و بلوچ در رادیو افغانستان جور میکنه، افغانستان است. سالها به خاطر یک جاسازی افغانای اوسون دیورند، پشتونای اوسون دیورند در امور پاکستان ما دخالت کردیم. چرا حقیقتا نمیگیم؟ پاکستان پاکستان ببین، پاکستان مجبور است یک آدم در اولیش پنج دفعه سنگ بدناس، حتما دیگه دفعه آمده یخنه تا میگیره. شما ببین، شما میگین که امو پاکستانی امیالی آمده درون کشور، اینقدر فوج پاکستان یا اینقدر پاکستانی کی آورده او را؟ ما تاجیک بودم. نه، مربوط ماست. چرا شما از اختر میشین؟ گوش کن برادر، من تاجیک آورده مورا، یا هزارا آورده، ازبک آورده. اینمی اوغان ها خاطر خیانت کرده فعلا در تاریخ روش سیاز دیگه. هر کسی که آورده تاریخ کلش بیان کرده. آقای فرید یک سوال. آقای مارتول شما یک جایداد دارین؟ اینمی اوغان رفته اونمو پاکستانی را آورده به خاطر سرکوب من تاجیک. استاد شما یک لحظه، استاد شما از این فرد مارکوب بفرد سرد کمک گرفته. امیال ببین، در چوکات دولت و امارت طالبانی چچنی است، تاجیکستانی است، پنجابی است، بلوچی است، دیگه است، کلش اینمی اوغان میاره به خاطر حذف من و تو. پاکستانی در دل خود نامده، پاکستانی قطعا در غم ما و تو نیست. وقتی که ما تو کار نگیریم، قطعا پاکستان با ما کار نداره. چهار تا افغان به خاطر گند و پاس خود زیاد کنن، افغانای اوس را در جمع خود بیارن، همین یک رنگ در پشت پاکستان اینمه تو کدر میگردن. پاکستان مجبور است به خاطر دفاع از خود بزنه یا را سرکوب کنه. سپاس تا شوا. ما کتا یک سوال از آقای فرمی بکنم بعد آقای رحمانی و بعد آقای امان الله میاخیل. دوستای عزیز، تفاوت دیدگاه زیاد است. آقای فرد مارتول، شما یک ملکیتی دارین، پدرتان به من مفروشه و سندم میته، تو فرزندش بعد از مرگ پدرت ادای ازیرا میتونی که امی ملکیت پدر ما فروخته، اشتباه کرده، فروتنی ملکیت مربوط ما میشه، امی ادا کده میتونی؟ محترم، ایر خود تاریخ به اثبات رسانده و فعلا که افغانستان امی او برادر یک دفت دیورند را امیر عبدالرحمن خان امضا کرد، بار دیگه شاه امان الله خان مایده راولپندی را امضا کرد، بار سوم مایده کابل امضا کرد، گپش ختم کرد، رفت پشت رایش تو آمده میگه تا اتک از ماست. یعنی چی؟ و برادر، امی پدر یا پدر بزرگ
زمین فروش یا خاک فروشت خوامی را فروخ. حال تو دیگه ایدای از ایرا نکو، اگر ایدا میکنی یک ایدای کاذب و اشتباه و غلط است برادر. درست است محترم، تاریخی را به اثبات رسانده، تاریخ ثابت کرده که تا راحتک مربوط ماست. یک آدمی که سودا کرده یا سودا کرده مربوط شما بود، مربوط شما هست نیست. پاکستان چی نگه؟ مربوط من نیست، من تاجک هستم، من اوغان نیستم که تو پشت ما بودی. من تاجک هستم، من اشتباه برداشت کردی، اینمی اشتباه برداشت کردی، مربوط ما بود. یک بار امیر عبدالرحمن خان سلطان افغانستان فروخت، بار دوم هم ناجی گویا استقلال افغانستان شاه امان الله مائده راولپندی. بار دوم بچه چه عبدالرحمن خان حبیب الله خان پدر امان الله تایید کرد، بعد از او امان الله تایید کرد، بعد از او غنی خان شنه در سال 2001 رسم در حوضی ترخمه. همین تو سرباز نظام جمهوریت بودی، مگر والی جلال آباد رفتم مرد ترخمه آمد سیم خواهدار کشف کرد مکمل سرده. پنج سال پاکستان از 2009 تا 2005-2006 مکمل سیم خواهدار کشی کرد، میرفت سرده یک نفر قایم میگرفت که این سرده خاک ما او طرف مانده. چرا کرزای میره طرف پشاور میره ویزا میگیره؟ کس در کشور خود ویزا گرفته؟ در جلال آباد چرا کنسولگری نمیمانید واسه شدن؟ دلیل گفتن نمیشه که ما شما هر کشور فعلا نمو پاکستان پشتون، اگر بگی که پشتون مربوط پشتون ها نمیشه پاکستان، میشه برادر فعلا، میشه برادر فعلا مکمل پاکستان مربوط یک قوم نیست که بگی مربوط یک قوم است. در اونجا اردو هم است، در اونجا مردم های پشتون هم است و تا پل حتک که است یک قرارداد 100 ساله بوده که صد ساله بوده. کدام قرارداد 100 ساله؟ مایده دوران دینامیال دم پیش ما است. نمیدونم دستم خب من تو که میگی برای دم نیست، تاریخ است این در مایده یک تکفر فرید مایده دوران دینامیال دم دروی چوکی من جماندگی است. سلطانش هم این باید که بسته چند باید باز باشه میستم در کجا میشه که ست سال قرار داره؟ حتی نشته نیست این گپار اوغانا ساخته، این دروغ است. خب فعلا ما تاریخ وقتی که میبینیم این نمی است، در تاریخ نمی نوشته است، اما ای که تو میگی اولی بار است. برادر کدام تاریخ؟ کدام تاریخ؟ استاد شیوا یک لحظه استاد شیوا کنی بس برای دیگر دوستان فرستن. تاریخ خانم محمد قبارتان جعلی ساخته است. استاد شیوا بزرگوار یک لحظه آقای مارتور تاریخ ها ناچل است. آقای مارتور ای کاش تاریخ واقعی در مکتب افغان مکاتب افغانستان تدریس میشد. او برادر تاریخ ما تو جعلی است. یک ایده ای که پت خزانه برای تاریخ گروه افغانیت درست کردن، اینم مردم آمدن یک تاریخ کاذب دیگر در مکاتب افغانستان درست کردن. ای برادر بگیرین بسم الله کنه شما یک کسای بزرگای ما رو بتلبین یک تاریخ ما شما جور کنین. ما برادر خانه زمین ما جور نمیشین. نمیشه این دو دار مگرسه دو دار دیگه میشینه. یک دقیقه تاریخایی را که دانشمندای روس، انگلیس، فرانسه نوشته بخونین. جور میکنن این سپاس سخاوتی از شما مشتاق مایک تون باز بکنین. دوستای عزیز بگذاریم نوبت به کلگی برسه. سلام فروتن عزیز، سلام آقای استاد شیوا و آقای مرتول و دوست ما میاخیل عزیز. موضوع برنامه تون باز هم همون لبرخواهی بود یا عمله به اصلا جنجال ترخم است که امروز اتفاق افتیده. هزاران تن محصولات مردم شمال افغانستان را در مرز ترخم قرار است که با بند شدن تردد وسایط به سمت پاکستان اونجا فاسد شود. در امی ارتباط چرا این اتفاقا در نظام جمهوریت هم بالای محصولات مردم شمال افغانستان در مرز پاکستان متاسفانه خصوصا دیاقین که یک قشر مظلوم و بیچاره و سرزمین است اتفاق میفتاد؟ فروتن عزیز ببین ما یک کشور هستیم مهاد بخشکه، افغانستان یک کشور مهاد بخشکه، و ما دشمن تراشی نباید بکنیم. نه دشمن، نه پاکستان دشمن ماست، نه ایران دشمن ماست، نه کشورهای آسیای میانه دشمن ما. تنها چیزی که دشمن ما او جهالت خود ماست، اون نفهمی کجفهمی خود ماست، از بون مشکل قضیه است اصلا. نه یک روز میایم پاکستان رو دشمن میکنیم، یک روز میایم ایران رو دشمن میسازیم، یک روز میایم یک کشور دیگر دشمن، امریکا را دشمن میزنه. هیچ وقت به خود ما مراجعه نکردیم که ما بقیه تاپی افغانیت برای همه میزنی که نیستیم. ما مراجعه نکردیم که ما صدای تبسته کن هیچ وقت مراجعه نکردیم که ما چه کردیم در این سرزمین وطندار جنایتی چه تمریت باز کو نداشته باشه پایانت بندازم.
چه کاری در حق این ملت نکردین؟ امروز یک رو میاد پاکستانی رو دشمن میکنن. پاکستانی حق داره. وقتی که تو هر روز مسلش میکنی، رویش میکنی، میری اوجا در پوسته زیر میزنم، رو میره پلچک زیر میپرانه، خب میاد در دانت میزنه. خب مثل افغانستان نیست که دست زیر آستین باشه، دست زیر سنگ باشه، قرار است سعی کنه. در 20 سال جمهوریت او مسلط کرد، حالا تو آمدی به خاطر لر برخواهید که ما لر بر یک افغان هستیم، ما میخوای او تس سکشور اتمی است یا 600 هزار ارتش داره، بیکار نیشه میزنی تا بیکار نیست. امروز اینجا تزد چند روز پیش آنه تین روز پر روز یک بمبارد کرد کنه رو دو تا ولسوالی کنه رو، امروز نزد سر پوسته تا فردا جای دیگه تا میزنه، فردا جای دیگه تا میزنه. این رقم شما فکر کنید، تفکر کنید که ما میتونیم لر برخواهی و پشتونای او طرف با این طرف یکی کنیم؟ یک خواب و خیال از محال از امکان نداره. مگر ای که کشورهای قدرتمند دنیا تصمیم بگیرن که یک کشور دیگه به نام پشتونستان درست کنن، این غیر امکان ندارد. بجز نابودی خودتون، بجز نابودی اقوام دیگه، بجز نابودی سرزمین ما نابود که شده، ابی خدم آدم نقشه جهان ما عذب خواهیم شدن با این طرز تفکر شما. هر کس هم که گپ میزنه که برای این طرز تفکر غلط است، فوری تکفیرش میکنی، فوری انتحارش میکنی، فوری هنگ صد تا هنگ به جنب آقای رمانی میزنی. یک مشکلی است که همین تاریخ جعلی و کاذب و غلط و اشتباه مثل پت خزانه را در مکاتب افغانستان تدریس کردن. حالا مثلا فرید مرتول یکی از افسرهای نظام جمهوریت است، ایشان که در یک افسری و سرزمین تاریخ دقیق نمیفهمه، میگه قرارداد 100 ساله بوده در حالی که او میار نداشت، سال قید نیست. من در افغانستان بودم میگفتم حالا گاهی 120 سال شنیده بودم، گاهی 100 سال. این یک چیز غلط شده، همین یک سوی برداشت یا یک غلط فهمی است که قرارداد 100 ساله است. قرارداد 100 ساله نیست. قرارداد ببین او بستگی به کشوری که داره، کشوری مثلا اصلا هم یک قرارداد داریم و بین انگلیس ها و بعد از جنگ جهانی اول بین انگلیس ها و ترکای عثمانی، ترکیه جدید، که یک قرارداد تنگی بسفر امضا کردن که مالکیتش کشورهای اروپایی گرفته بودن. تا امید سال 2023 یعنی 100 سالش کامل شد، سال 1923 کامل شده بود. این 100 سال به این معنی نیست که قرارداد 100 ساله است. نه، قرارداد 100 ساله نیست. قرارداد اتوماتیکوار، هر قراردادی که نامش ذکر نمیشه، هر قراردادی که ارضی باشه، چیز باشه، اگر اون کشور قدرتمند نباشه، بدبخت باشه، مثل افغانستان باری، مثل پاکستان باری، قوی باشه، میتونه. سپاس آقای رحمانی. از بس دور نریم، به شما برمیگردیم. آقای امان‌الله میاخیل، مایکتون باز بکنین. درگیری که در مرز پاکستان کوتا و این سه چهره ای که در عقیب لایف گذاشتیم، دیدگاهتون را نسبت به ایم. چرا بیا قوم از شما زیر فشار میاریم؟ خب دیگه ما تایید نمیکنم گپایشه. سپاس آقای بختیاری، از شما بشنویم. سلام، وقت همه دوستا بخیر. سلام نیتت مشکل داشت، بالا میامدی تصویر نداشت. یک دفعه بازم که چند بار درخواست روان کردی قبول میکردم، گزینه به فکر کنم برات نشان نمیداد، اینترنت ضعیف بود، حتما کدام مشکل داشت. امی دوست ما مارتول صاحب در مورد چه صحبت کردن؟ پاکستان گفتن که تا کجار از ما یک نقطه از پاکستان اتک. مارتول عزیز، خودت شاید نفهم که تاریخ چطور خواندی، اما قدر خواندی که تا اتک از ماست، ولی نخواندی که تا مشهد هم از ما بود. در اواخر در سال چند است مجم که مرزا را کشیدن و مشهد را تسلیم کردن برای ایران. خب وقتی که اتک از ما میشه، چرا مشهد با تیری خود میارن که در قصه مشهد باز نمی باشه؟ امیر رقم ده ها قسمت دیگه ای که مرزای ما و شما دو طرف خانوارا هست، فامیلا هست، یک قوم او طرف، دیگه قومی طرف، یک همسایه او طرف، دیگه همسایه ای طرف، خود جدا شد مرزا که برآمد، اتفاق افتاد. ولی قسمی که فروتن صاحب گفتن، او مرز در برهای مختلف تاریخ تکرار شد، تایید شد، مور تایید گذاشته شد، در حالی که یک مرحله عبدالرحمن خان امضایش کرد، بعد از اینکه امضا کرد زیر فشار قرار گرفت، مردم سر و صدا کردن، پس دوباره یک عقب نشینی کرد، در حالی که او گپ تیر شده بود.
ولی لروبرخواهی شروع شد، همین قسمی که حال لروبر و لروبر میگن شروع شد. باز بالاخره انگلیس باز از دیگری از یاد از راولپندی از امان الله دیگه اسناد گرفت که بیخی دوج شرعی کرده، دوج بازی نوشته کرده که دیگه ما هیچ نوش چی نمیکنیم بگیم که نه ما ایر قبول نداریم، دیگه بیخی سرش یک تعهد خدی دیگه گرفت. اگیز امی رقم قسمی که فرودن صاحب گفت توافقنامه کابل و حتی در آخر کرزه اشرف غنی خویی سارکشی در چی وقت شد؟ مگر امی ها در کنفرانسی در پاکستان توافق نکردن با پاکستان که باید ایثار کشی شد و مدرن سازی شد و مرزها؟ خب اگری شناسایی نیست پس چی بود؟ خب یک موضوع دیگه، حالی گپای احساساتی که در سوشل میدیا گفته میشه چی به درد میخوره؟ خب اگر مرز قبول نداری، خب او جوانی افغان خود تو خود دمی هر جای از 300 سال حکومتت میگی، باز میگه که حکومت امروز هم از ماست، 45 کشوری دنیا را شکست دادیم. خب یک کشوری پاکستان چی است که تو نمیری شکستش بدی مرز؟ خب ببری تا اتک برسانی خواهی. گپای احساساتی قصه مف به درد نمیخوره برادر، توانایی داری خب برو نرس یک سیمی خاردار را دست بکو. اینمی تو که لر رو بر میگی با پاکستان با پنجابش مشکل داری، با وزیرستانی و با باجوری و با دیگه بخشای از قبایلی مشکل نداری، دوستت از او طرف هم میگه که افغان هست و ما هم افغان هستم. خب امید دیگه کسایی که در وطن زندگی میکنن با او مشترکات ندارن، چرا باید که تو چی شوند؟ خود در حالی که تو هر روز در داخل افغانستان بحث اقلیت و اکثریت از سر میتی، میگه که ما زیاد هستیم، میکشیم اتان، نابودتان میکنیم، فلان تا در مغولستان روان میکنیم، این تا در کولاب روان میکنیم، میره در ازبکستان روان میکنیم، اینطوری تقسیم میکنیم. خب این دیگه مردم در مغزشان کاپر است، مگر نمیفهمه برنامه فاشیستی شما را؟ شما هیچ گاهی در قرن 21 یک فکری مدرن، یک فکری که او انسانی باشه پیدا نکردین، دیگرها را به تعصب متهم نکنین. شما ببینین در کجای از دنیا امروز هم به فکری قبیلوی زندگی کردن است. شما این فکری بدوی و قبیلوی را از سرتان دور نمیسازین، میایین دیگرها را متهم میکنین. شما چی هست اینمی استاد چهوارا؟ من خودم بارها گفتمش، ولی میفهمم که چیزی را که اینا میگن گپی مردم است، واقعیت میگن، خونمو درد واقعیت وجود داره. اگر ما میایم پت میکنم مصلحت گرایی میکنم، تو میای مصلحت گرایی میکنی، این فکری وحدت ملی نیست، این ملی گرایی نیست، این مصلحتی ناحق است، یک مصلحتی که یک طرف اصلا دیگه به ذره نمیفهمه کی مصلحت است. میای لگام سختگی میکنه، بی ادبی میکنه، گستاخی میکنه، دیگه اقوام توهین میکنه، حد که حرمت میکنه. اینی چیزایی است که باز اینمی ارزش ها را میشکنه، دیگه کس نمیخواد مصلحت بکنه. ولی کی خوش نداره که یک هموطنش بد بگویه، الفاظ رکیک استفاده کنه؟ وقتی که اینجا میای یک آدم نقد میکنه گندگی ها را، به پایان سعی میکنی کلگی الفاظ اشرف غنی را استفاده میکنه. دین پایانی کامنت این بالا مگه می عکس اشرف غنی را به نمایش میگذاره؟ اینی چیزایی است که قابل نقد است. ما و شما باید بگیم، من شخصا خودم اینم قسم استاد چوا گفت، استاد چوا شاید یک کمی درشتر بگه، اگر من درشتم نمیگم، آنچه که واقعت است یک خطوه نه عقب میرم و نه هم از حقیقت گفتم دست بردار میشیم برادر. مثل که آقای فرید مارتول، من میفهمم شما تاریخ خواندین، تاریخ قسمی که استاد چیوا گفتن یک عالم دستکاریاش شده، این پت خزانه را که میگن تاریخی که ساخته شده چی وقت بود؟ کل دنیا این را باعث یک تاریخ جعلی شناختن. ولی اگر به او ترتیب ما شما به یک منابع مثل ویکی‌پدیا دست پیدا میکنیم، خوب واقعیت نیست و اینجا منابع دیگه است، شما برین مراجعه بکنین ببینین که واقعیت ها چی است. مثلا اگر قسمت مرزا شما مطالعه میکنین، اگر دیورند مطالعه کردین، برین مرز طرف مشهد که است این طرف هم ببینین، بیاین این طرف دریای امور ببینین، مرز ازبکستان ببینین که ایجا چی داستان ها بوده، چرا مرز چیز طرف مشهد دینی آخر ده سالای بیخی جدید مکشی و ایثار کشی میشه، مرزا تا این میشه، ولی در اینجا یک 100 سال یا 80 سال قبل دلایلش شما برین جستجو بکنین، دلایلش بفهمین. به هر حالت شما پر حرفی نمیکنم، نوبت به دیگه دوستان میتم، در نوبت بعدی با کی حرفای ما میگم. یک لحظه کوتاه است شوی بزرگوار. آقای باسط خان یک شهروند پاکستانی است. امی من فروتن با امی باسط خان چی دشمنی دارم؟ هیچ. اگر میایم مثلا مرز اینمی مرز را، اینمی ام تبارای باسط خان را، بابا و بابا کلان و امو تمام خش و اقاره بشه، اینمی امیر عبدالرحمن فروخت، بچهش هم مور تایید زد و در مقطع پایینیش هم شاه امان الله آمد، او هم تایید کرد.
حال گپ ختم شده است. من نمیفهمم چرا در وطن ما یک تاریخ جعلی را برای مردممون درس میتن که دیورن 100 ساله قرارداد بود ولی ختم شده. خوشحال هستیم از یقین این شب در این بس یک پاکستانی را هم داریم. اینا را هم نظرش هم میگیریم. استاد شیوا بفرمایید. بعد از شما در اینجا که یک تاریخ جعلی را تدریس میکنن و میگن که 100 ساله قرارداد داشت. ما اینمی مایده دیورن یک بار بازخوانی میکنم به خاطر خاص آقای مارتول و دوستای ما که نشنیدن بشنوند. ببینید مایده دوران به تاریخ 12 نوامبر سال 1893 میلادی میان عبدالرحمن خان امیر افغانستان و سر هنری مارتنر دوران سکرتر جنرال دولت عالیه هند برطانوی تای افت ماده قرار زیل به امضا رسید. ماده اول حدود سرحد شرقی و جنوبی مملکت جناب امیر عبدالرحمن خان از واخان تا سرحد فارس مطابق نقشه منسلک خواهد بود تا سرحد ایران فیلی که آن نقشه زمیمه عدنامه می باشد. اگر طاهر قادری را گزارش شد در بی بی سی که از زمان کتابخانه لندن تهیه کرده ببینین همون نقشه نقشه هم شامل همین قرارداد است که در قرارداد هم همین گفت یاد شده که آن نقشه زمیمه عدنامه می باشد گفتن. ماده دوم حکومت هند برطانوی هیچ وقت در مناطق افغانستان که به آن طرف خط افتاده اند مداخله نخواهد کرد و اعلی حضرت امیر عبدالرحمن خان نیز در حدود هند که این طرف خط دوران خط را تشکیل می دهد دخالت نخواهد داشت. سه مناطق سوات، چترال، باجوار، وزیرستان و چمن با تمام اقوام آن از جمله وزیری، شنوار، مومند، مسعود، منگل و افریدی از پیکر افغانستان جدا و متعلق به کشور همسایه هند برطانوی می باشد. ماده چهارم تمام موارد این مائده بر هر دو طرف قابل پذیرش بوده و ساحات مندرجه این توافقنامه بر هر دو طرف رسما واجب الاحترام است. ماده پنجم والی حضرت امیر عبدالرحمن خان از سوی دولت عالیه هند برطانوی سالیانه به مبلغ 18 لک روپیه مقرری دریافت خواهد کرد. ماده ششم دولت عالیه برطانوی برای تقویه لشکری دفاعی والی حضرت امیر عبدالرحمن خان سالیانه در حدود 2000 تفنگ با باروت وافر در اختیار خواهد گذاشت. ماده هفتم دولت هند برطانوی عالیه و حکومت کابل اسب این موافقتنامه سرحدات جانبین را احترام خواهد کرد. در هیچ جای از این 100 سال نمیشته نیست و کاملا این اگر ساختنی است که افغانا خود تصحیح می دهند. کتاب چیست؟ می خواستم ما یک مطالعه کنم. این کتاب یک نشان می دهیم نامش می دیدم. نه این کتاب نیست. این اونم قرارداده که طاهر قادری از هند، از انگلستان، از لندن عکاسی کرده. همو در بی بی سی که رفته بودم ویدیوش هم یاد در گوگل سرچ کن خط دوران در ویدیوش بگو طاهر قادری نشته کو میایه کل کتاب استاد شیوای بزرگوار سپاس همو... ببینیم آقای باسط خان شهروند پاکستان و او هم یک پشتون نظرش در این رابطه به خط دوران و درگیری امروز مرزی طالب با قوای سرحدی پاکستان چی است؟ همین قرارداد طاهر قادری عکاسی کرده همون مادوار عکاسی کرده باز از انگلیسی در طرز فارسی برگردان کردیم. یعنی از خود اصل داخل کتابخانه لندن عکاسی شده. جناب استاد محترم من یک چیز را برتون یادآوری کنم از دست که ما در هر چیز دستکاری کردیم حال اگر شما بر ما بیان کنین شاید ما شاید حقیقت باشه اما من قبول ندارم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تاریخ افغانستان یک چیز نوشته است، تاریخ بریتانیا دیگر چیز نوشته است. تاریخ که تاریخ غلام محمد غبار، تاریخ چیر افغانستان در پنج قرن اخیر صدیق فرهنگ، این تاریخ ها را از افغانستان از استرداد استقلال تا انقلاب ثور، این تاریخ ها را خدا و راستی اگر مردم در بیرون از کشور ببر اوسو قلاج میکنن، یک ورقش میکنن، این جهل است، میگه دروغ است کلا. تاریخ اصل تاریخ های معتبره است که دانشمندای روسی، فرانسوی، انگلیسی خب همه گیشون همین تاریخ همین تاریخ هم میخواییم یک ذره معلومات بتین که ما هم
آقای فریدی مرتول به خاطر که شهروند پاکستان زیاد انتظار بکشد در مورد موضوع آقای باسط خان امی ما و خدا هیچ گونه ما فکر نمیکنم که شما را دشمن احساس کنم، یک همسایه خوب احساس میکنم، هیچگاه در رابطه به خودت من فکر دشمنی ندارم، ولی یک عده وطندارای افغان ما میگه پاکستان دشمن ما است. واقعا شما دشمن هم مردم افغانستان هستین؟ اول با همه دوستا السلام علیکم، ما خودش پشتو زبان پاکستان هستم، الحمدلله ما در این فخر میکنیم که ما پاکستانی هستم. ما در پاکستان پنجابی، سندی، بلوچی، گلگتی، کشمیری و پشتو ای همه یک برادر است، همی اکلش برادر که یک جای شوا یک پاکستان جور شده، به این ما فخر میکنیم. حالی ما در پشتو در باره همی دیورین لین یک مختصر کلیپ پشتو است، او را نشان میده شما گوش کو که در پشتو چی میگه، فکر میکنیم دیگان دیواله که در پشتو زبان است، اون بفهم که همی دامی کتاب هم کتاب است، همی دی از یک دقیقه می یک دقیقه خو میگذره موقع میگه در پاکستان در افغانستان وزارت پوهه در میگر چه نفر که بفهمه در وزارت علمی امی کتاب اون جمعان در عالم وزارتی پوهیدل افغانستان امی ماده امی کتاب هر چیز نوشته که می عبدالرحمن امی زمین فروخته بود. فعلا در افغانستان کدام ودو کتاب وجود نداره، ما ایره رفتیم دیدیم بیت کتاب را که تو میگی فعلا در پاکستان است، امی کتاب را که تو میگی کتاب که به زبان فارسی ما تاریخ افغانستان است، در کشور پاکستان است. وزارت افغانستان مونده د پښتو از د پښتو کتاب د پښتو از ولګي د وزارت د وزارت په هیده افغانستان مونده د فارسی زبانه بود پورا د پاکستان. نه ما متوجه شوم چې یوک دقیقه جواب پر توضیح بده. ما متوجه شوم د پښتو نوښته د فارسی نوښته عالم وزارت په هیدل د افغانستان عالم ای کتاب اونجا مونده. اگر شما کدام کانتاکت داری د وزارت از افغانستان شما میتونی از اونجا پرسان کنی عالم اونجا مونده. وزارت معارف نوشته کده که امیر زمین د وزارت معارف علی میایم ببین علی الحمدلله 77 ازادی پاکستان امروز شد د پاکستان علی ما در اروپا هستیم، یک دو ساعت یک نیم ساعت پس شروع میشه تاریخ 14 اگست 1947 پاکستان آزاد شده بود یا جور شده بود. علی افداوف سال شده که پاکستان جور شده، علی د کل جهان پورا میشناسا که ای پاکستان است، ای نقشه پاکستان است، همی یک نشان داده که ای از اینجا بیبیر از اونجا ای پاکستان است. علی لرو بر ای صحبتای خلاص شده بود، ای د لرو بر امی امضا که کده بود، ای کت یک فرنگی کده بود. علی پاکستانی پشتو زبان پاکستانی 99% این نمی خوایا که از افغانستان جور شوا یا پاکستانستان جور شوا، او می خوایا ما در پاکستان خوش هستیم، الحمدلله ما پاکستان هسپتال دارم، ما سکول دارم، ما مکتب دارم، ما یونیورسیتی دارم، کدام ای رقم یک چیز خوب است که در افغانستان پشتو زبان داره او در پاکستان پشتو زبان نداره. بچی خاطر ما پیش افغانستان برم بچی خاطر کدام یک چیز خوب است؟ نه، الحمدلله هر چیز د پاکستان خوب است. شما که فقط یک ولسوالی یا دو ولسوالی د پاکستان میبینی، شمالی وزیرستان و جنوبی وزیرستان، اون کل همه 100% نیست، چند نفر است. شما د تک تاک میبینی، من د تک تاک د سوشل میدیا میبینم، اونجا چند نفر جمع میشه، اونجا د پاکستان دموکراسی است، چند نفر میتانه که از امریکا بیرک بالا کنه، انگلستان بالا کنه، افغانستان بالا کنه، چرا که اونجا دولتی دموکراتیک جمهوریت است، مشکل نیست. خو امی نفر که در تک تاک میشینه در سوشل میدیا میشینه، اگر امی رکم میخوایا امی سیرنگا بیرک در افغانستان بالا کنه، نی ایخی بیرک افغانستان است، در افغانستان نمیتونه که بالا کنه. امی پیش در پاکستان اونجا دولت بای خاطر چیز نمیگه، چرا که اونجا جمهوریت است. و هر اون نفر که خلاف آئین شوا، خلاف پاکستان شوا، خلاف ریاست پاکستان شوا، باز
بعد وزی پاکستان ریاست پاکستان هم میفهما، آئین پاکستان میفهما، او دولت پاکستان هم میفهما که دو نفر با چی کنه. چرا که ریاست پاکستان او فوج پاکستان کل جهان میشناسا که یه قوت ای رقم داره که هیچ نفر نمیتونه که او را شکل بتا. فوج پاکستان قدرت می داشت مستقیم با ما می جنگید، ما را قوم پشتون بالای ما نمی آورد، یا در بین قوم پشتون تاجیکای کسور در بالای ما نمی آورد، ما را با هم جنگ نمنداخت. پاکستان با هر نیرویش فقط با اتمیش گفته نمیتونیم، در مقابل ما اگر استادگی کنه ما در یک شب میتونیم که تا پل اتک ازشان بگیریم در یک شب. افغان ها رو شما تا هنوز نشناختین، افغان ها با وجود ازی که پشت آقا برادر یک دکه فرید مارتول او برادر، اگر افغان غیرت شمی است که نوکر میشه میای کشور خود و ایران میکنه، همی افغان خود چندان چیز نبوده. خب برادر امر افغان نگو برادر، یک دکه امی اندیوال امی صحبت کردی گوش کو فرید جان، شما از ما سوال کردی سوال فقط اینه میره که ما بزار آقای فرید سوال تا پاسخ بتن، جواب شما سوال مرا سوال کردی ما جواب میتیم. شما مرا گفتی که پاکستان آمد داخل افغانستان مرا تاجک ازبک ازاره در جنگ انداختنی، شما ای گفتی، منظور شما ای است؟ خود چرا شما عقل نداری؟ چرا جنگ میکنی؟ چرا تاجک ازبک ازاره را برادر چرا نمیگی؟ چرا خودش افغانستان جور نمیکنی؟ علی کدام پاکستانی پنجابی اونجا آمد جنگ کرد؟ شما خودش در افغانستان خائن نداری؟ اگر شما خائن داری خب بای خاطر خب افغانستان برباد است نه؟ چیل سار شد مجاهدین میای افغانی او دیگه نفر میکشه، دیگه نفر روسا چیز میکنه سپورت میکنه، روسیا میایا بعد دیگه افغانا را میکشه، باز امریکا میایا او جمهوریت میاره او طالبان میکشه، این کلی گیر افغان است. شما اگر عقل داری خود چرا کشور خود جور نمیکنی؟ پاکستان عقل داره نه، به این خاطر پاکستان ببین گوش کو ناراحت نشوی ببخشی باسط خان، ما چی میگی؟ پاکستان عقل داره، پاکستان یک دقیقه فروتن ببین آقای باسط خان، سه دفعه انگلیس توسط ارمی افغانا از دروازه های قندار داخل وطن ما شدن، سه بار انگلیس ارمی افغانا از دروازه های قندار داخل کشور ما کردن، هر بار بیگانه را که آورده در کشور ما ارمی آورده. برادر علمی تاریخ ما بر ما چی است؟ تشکر شیوا جان ببین ما افغانستان هستیم، مربوط خراسان هستیم، مربوط کجاست؟ من این فعلی من اندیوال تاجک در تذکره نوشته است من تاجک از افغانستان، مربوط کدام کشور هستم؟ پاکستان خیلی میگه که تو مربوط من نیستی، درست است؟ پشتون هم از خود نمیکنه، تاجک هم از خود نمیکنه، هزاره هم همین من تاجک، درست به نام تاجک پشتون خود میگه که من پاکستان، این بالاخره پاکستان من این پشتون است، میگه من پشتون پاکستان هستم، میگه من پاکستانی هستم افتخار میکنم، درست است؟ حالا من مربوط کدام کشور هستم؟ من عمر ما در کشورهای مردم مسافر مهاجر تر میشه، من مربوط کدام کشور هستم؟ مانند خودت فرید مارتول، مانند خودت ما هم اینمیال میگم که من از افغانستان هستم اما افغان نیستم. ما میرم میگم ما ببین پشتون نیستم، افغان عبارت از پشتون، افغان افغان با افغان پشتو زبان، پشتون نه، پشتون یعنی برادرای ماست که در اون طرف سر هستن، اینا از زبان داخل کسی چه رقم هستی که افغانا ببین افغانا از زبان از اینا استفاده میکنن، افغانا از زبان اینا استفاده میکنن. ما این دکه اجازه بده اینا برادر، یعنی می کامنتار متوجه شوین نفرات دلشان کفیدن میگه چرا شما پشتون پاکستان آوردین، بگذارین آقای باسط خان گپ ده. ببین شو ببین ما با امریکا منتا که نفر میکنن به این خاطر ما صحبت میکنیم که پشتو زبان پاکستان اون نمیخوایه که لرو بر جور شوه. ها ما ای میگیم که بر میگه افغانستان پشتو زبانه او د خیبر پختونخوا پاکستان پشتو زبانه، زبان یک است. چرا کم که تاجک مثال تاجکستان فارسی هر چیز که میگه نه، شما امنا میره کم میگیم که کلتور یک است، زبان یک است، خو کشور یک نیست. پاکستان پاکستان است، افغانستان افغانستان است. ما هیچ وقت هم نمیخوایم که پاکستان تقسیم شوه، با افغانستان جور شوه یا پختونستان جور شوه، نه. الحمدلله ما در پاکستان خوش هستم، پاکستان یک قوت در جهان داره، خو پاکستان ششمی نیوکلیر پاور کشور در جهان است، پاکستان پنجمی
کلان کشور د جهان است. الحمدلله پاکستان اولین کشور اسلامی است نیوکلیر پاور داره. امی اندیوال که کتی ما صحبت میکنه که پاکستان اکد پاکستان اکد پاکستان اکد، و چرا شما الحمدلله عقل داره؟ ما جنگ نمیکنیم، ما دا عقل استفاده میکنیم. علی امریکا میخواد که پاکستان خراب کنه، روسیه میخواد، هندوستان میخواد، هر کشور پیش ما میایا که خراب کنه. خو ما عقل داریم، نمیتونه که خراب کنه. ما خائن ندارم، به این خاطر کشور ازوا از ما الحمدلله افتاد افسل شد آباد است. بعض افغانستان دیوالا میگه من 3004 3000 تاریخ دارم، 4000 سال تاریخ دارم. ما او را میگم شما در 5000-4000 سال کدام یک چیز جور کدی که در جهان عالم او فخر میکنی که ای افغانی جور کده یا افغانستان جور کده؟ کدام یک تاریخی چیز نمیتانی؟ ما میتانیم که ما میخوایم، ما در پاکستان هستم الحمدلله، ما خوبتر از خوبتر انجینیر جور کدیم در پاکستان. از اولین دکتر پاکستان داره الحمدلله، ساینسدان داره، میزایل داره، تکنولوژی داره، هر چیز داره. با چی خاطر؟ لروبر نیست. یک دقیقه دیوال. پاکستان اینمی خاطر که هر چیز امروز دکتر داره، انجینیر داره و هر امکانات را که داره، به اینمی خاطر سر افغانستان فشار میاره که تو افغانستان هیچ وقت مکتبای ما را بند کرده. آبه در چی فشار میاره؟ قوم محترم افغان افغانستان که برده میشه گای انگلیس، گای دامن پاکستان. اندیوال برادر، برادر از امی افغان هست آلمی گلای هم در زیر لایف میگن فرید مارتول فروتن خوار مادرتا. او باسط خانم دشنام دادارش که تو میگه گلخان هستی برادر. اگر هر کدام نفر هر نفر پاکستانی پشتو رو گلخان میگه، ما افغانی پشتو زبان شادگل میگیم. ده ای چی؟ ای شادگل است، ما گلخان هستیم. او شادگل است، ما گلخان هستیم. ده ای صحبت نیست. اندیوال درس بخوان استاد شو. همی حرفای همی یادم بگذارین، من تازه میفهمم که گلخان اگر کسایی که به پشتونای پاکستان میگه اونا هم شادگل است. شادگل و گلخان پس لازم ملزوم میشه. آقای باسط خان مثلا جوابای منطقی میتی والا. ببین ده گلخان او ده شادگل چیز جور نمیشه. این صحبته فقط لروبر چی ایش معنی نداره. معنی او داره شما کجا هستی و ما کجا هستم. افغانی پشتو زبان افغانستان کجاست و پشتو زبان پاکستان کجاست؟ علی افغانستان کجاست و پاکستان کجاست؟ حالا مشتانونم رهبرتان چی نام دارم؟ کلان ریسفیتان که تمام روز در پارلمان پاکستان میره میگه که طالبا گفته که دیگه از ساعت ده شب ما پلیس پاکستان باید در پشتون در ساحه پشتونسی نباید ببینم. شما حالا محمود خان میگه او پس آمد معذرت کرد از حرفایش. تو فکر کن اینا دیوال فرید جان، فرید جان ناراحت نشوی. ببین ناراحت نشوی، د کل جهان این سیاست است. باید کشور خودش دفاع کنی. شما امیرکم نفرای پیدا کنی که دیگر نفرای خوش شوا خو سیاست او دفاع کشور خودش کنه. شما به این خاطر افغانستان جور نمیشه که شما نفر ببخشی. ناراحت نشوی، خوبه این خاطر ما میگیم که شما سیاست نمیتونه که چه رقم در جهان سیاست میشه. امریکا میایا، روس میایا، چین میایا، هندوستان میایا، پاکستان سیاست میفهمه، پاکستان میفهمه. شما هم زیر تاثیر تو امریکا هستین. آقای فرید مارتول والا حوصله هیچ نه 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 اونم چهار تا کلانای نمینا که میایا که من افغان هستم پرچم تر بالا میکنه، بعد وزارت اقوام قبایل تو تمام بورسیا رو برای این مردم میته. یعنی می مردمی که میگم من با پاکستانی بودنم افتخار میکنم، تو افغان هستی سنجاق هم جور کرده نمیتونی. او برادرم این حرف حق را چرا قبول نمیکنی؟ اگر تو اینو فرید مارتول میگی من تاجک هستم، پس نیمه هم وطنی ما تو غول است. امی افغان خو نفهم، هم خود را در بدر کرد هم ما را. مالیات مردم ما را در کتی قبایل پاکستان تقسیم میکنه. آقای امی باسط خان، آیا از همین کل داود دیوانه ما شروع تا همین نجیب گو، بالاخره همین فراری اشرف غنی، همین بیت المال افغانستان به نام قبایل پاکستان، شما مردمتان یعنی از همو تغذیه نمیکنن، امتیاز نمیگیرن؟ میکد ما شاهد هستم، میکد ما دیدم هر چیز تو میتاد. ببینم جای اساس شوی بزرگ ما فقط معاون وزارت اقوام قبایل آمد گفت که ما اینقدر سهمیه
بورسی افغانستان برای قبایل او طرف که محروم از درس و تحصیل است دادیم. در داخل کابل به نام وزارت اقوام قبایل میرین بسته پشتونای پاکستان است. آقای باسد خان امیر کمی وضاحت بتینین، این مردم گنس و گل ما نمیفهمه، باید هم اینا بفهمه که چی اتفاق واقعا میفته. مردم ما خبر نداره بزرگوار. ببین هر نفر علی، ببین سوشل میدیا که یعنی هر نفر امی موبایل داره، در این موبایل داخل موبایل فیسبوک هم هست، تیک تاک هم هست، یوتیوب هم هست، هر چیز نفر میتونه که کدام کشور چی میکنه، کدام نفر چی میکنه، سیاست مدار چی میکنه. ما علی در این کشمکش امی در فکر هستیم که کدام نفر که در افغانستان زندگی میکنه از این پرسان کنم اندیوال بهره که شما چی هست، اومیگا سفید هست. از بیرون افغانستان که کدام نفر زندگی میکنه در اروپا، د امریکا، د کانادا، د استرالیا، اول میگم افغان برادر بیره که شما چی از میگه سی رنگ است. خو علی ما اون نفر که د افغانستان زندگی میکنه از او بفهمم یا از او را قبول کنم یا که د اروپا زندگی میکنه او را قبول کنم. ای علی ای اندیوالا د یک بیره که اتفاق نمیکنه داخل افغانستان چه رقم به اتفاق میشه، چه رقم افغانستان جور میشه. علی شما کدام پاکستانی را دیدی که او بگویه که ما پاکستانی هستم و پاکستان قبول ندارم یا بیره که پاکستان قبول ندارم؟ هیچ نفر نمیتانا. چلا او میگه یک پاکستان هستیم. چلا که استاد شیوا گفت نی علی با یه دیوال گفت که ما، استاد شیوا گفت که ما افغانستان هستم، خو افغانی پشتو زبان نی هستم. ما میگه من پاکستانی هستم و ما پشتو زبان هستم، ما پنجابی نی هستم، ما سندی نی هستم، ما بلوچی نی هستم، ما کشمیری نی هستم، ما گلگل بلتستانی نی هستم. همه یک پاکستان است. باز در پاکستان برادر است، یک برادر است کشمیر است، یک برادر است گلگت بلتستان است. شما و امیر کم اتفاق چرا نمی کنی؟ پشتو زبان مثال بالا میشه در افغانستان، او تاجک ازبک آزاره قبول نداره، او میشه ایره قبول نداره، و این خاطر افغانستان جور نمیشه. اگر افغانستان جور میکنی کل اویل یک شو، بعد یوزی افغانستان جور کو، افغانستان از پاکستان بالا کنی، باز بیای صحبت دیورن کنی و صحبت لروبر کنی. باز پشتوبانه فکر میکنه که آلی پاک افغانستان بالا رفت، آلی ما یک میکنیم پشتو زبان یک شوا یا نشوا، آلی افغانستان کجاست و پاکستان کجاست؟ ببخشی آلی این صحبت این چیز نیست. در زمان کرزی از این که کرزی بازی داد که ما تو را از طرف ملا عمر آمدیم زمینه ملاقات با ملا عمر و مذاکره را مساعد میکنم، چند میلیون دلار افغانستان گرفت گریخت رفت. حالا اینمی کلانای قبایل پاکستان به نام از اینکه میگم ما یک افغان هستیم، ما در افغانستان ما پول بیت المال ما را کانتینر بست میبرن پاکستان، در حالی که مردم خود ما گشنه است، مکتب نداره. امیال مکتب قبایلی که ساخته وزارت اقوام قبایل که در امور پاکستان مداخله میکنه، بچه های پشتونی پاکستانی را میرن درس میدن، برای مردم خود ما نیست. اینمی واقعیت داره نداره؟ بالکل داره علی. یک مثال دیگه، امی محمود خان چغزی تقریبا 50 سال امی از طرف از افغانستان او را پول داد. او یک ببین سیاست مدار وقت میبینه که د چی وقت چی صحبت کنم، کدام نفر د کی صحبت خوش میشه. او د جلسه میگه لروبر پشتو زبان او طرف ای طرف ای طرف. بعد 50 سال بعد امی نفر کی محمود خان چغزی را چیز دلار پوند هر چیز کی بود، یورو او را روان کرد، او را کمک کرد، پیسه داد. بعد کل افغانستان نفر میگه در روپا کی هست، همین پشتو زبان هست زیادتر، میگه محمود خان چکزی زنده باد، محمود خان چکزی درست میگه. علی او چی میگفت؟ اندیوال ما پاکستانی هستم، ما در پارلمان هستم، برادری از مرد دولت هست، فامیلی از مرد دولت هست. کی میگه که افغانستان 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 است، پاکستان پاکستان است؟ امیر کم منظور پشتین ما میگیم، منظور پشتین خودش پاسپورت پاکستان داره، فامیلی پاکستان داره، زندگی در پاکستان میکنه. در اسلام آباد او یک رقم محل داره، نه محل دیگه است، خودش زندگی میکنه. یک موتور لوکس موتور داره، در پاکستان زندگی میکنه، هر چیز در پاکستان میکنه. امیر روپا امریکا کانادا سیرنگ بیرک نفر استاد شده. منظور پشتین زنده آباد، منظور پشتین زنده آباد. هر 3-4 سال بعد او اسکول گیره پول میگیره، بعد 3-4 سال بعد او میگه ما پاکستانی هستم افغانستانی برو. بعد ای اورم دوام میزنه، اورم چیز میکنه، اور خاندان دوام میزنه، اور ای میکنه. تو علی شما فکر چی نمیکنی که پاکستانی از سیاست است نه کوره سپورت افغانستان کو، سپورت ملت افغانستان کو، پیسہ کی روان میکنی، اور روان نہ کو، پیسہ
د غریب از افغانستان روان کو، اولش شفاخانه جوړ کو، مکتب جوړ کو، بزنس جوړ کو، تجارت جوړ کو، د افغانستان جوړ کو. منظور پښتین پاکستانی است، اون نفر ای اس ای است. بفهمی نمیفهمی 5 سال بعد امیر اکرم گریه میکنی. خلاص آقای فروتن اگه اجازه بده بس از این گفتنی همین سو شیوا کلام گفتنی داره بزرگوار. بعد یک لحظه ببین، در قدم اول ما یک آفرین میگم برای آقای باسط خان. یک کف میزنم برش که خوب یک نام ما بسیار کسا در پایانم اون نام استقبال کردن به نام شادگل. و او شادگل یک سریال بود در افغانستان به نام دکند زوی نام هم سریال بود که او شادگل بیانگر اونم فرق. شیوا جان ببخشی، ما به این خاطر شادگل میگیم که او شادگل با یک خنده دیوانه شده بود، فقط با یک خنده. علی این نفره کی است؟ منظور پشتین میگه لرو بر یا محمود خان چکزی صحبت میکنه این دیوانه میشه. او شادگل به خاطر اونم ای که کابل میره و دخترکای کابلی را میبینه و چی میکنه، میره در کابل در امام میره و این لنگش میفته و تمام بی فرهنگی افغانیزم او تصویر ساخته. تو که امورا خوب درویشان کشیدی، یا که گلخان گفت امورا کم شادگل بگو بیخی مناسب است. بگذاره نمی نام اما تو مانده شو سر از اینا. و شادگل بیچاره هم دمو دراما سیریل سواد نداشتنی و بی سواد بود. علی این نفره نمی فهمه ما چی کنم. نه او رقم نبود که بی سواد بود. او ممنون مقصودی نام داره، او آدم یک سینماگر بسیار معروف است. نه داخل سیریل او بی سواد بود. داخل نقش یک بی سواد، یک بچه افغان بی سواد بازی کرده. خب با سواد های از اینا رقم است. بی سواد و با سواد ندارم. در درون افغانستان کل افغان هم رقم است. و میمونه بس همه چی مورد لرابرخواهی افغان ها. ببینید ما دوستای گرامی، من پیشتر قسمی که گفتم ما در زمان کرزی و غنی میبینیم که رئیس جمهورای ما در اون طرف کشور میرن، در پشاور ویزه میگیرن. وقتی که تو از یک کشور ویزه گرفته میری، به این معنا که قبول کردی خاک از اون به عنوان خاک بیگانه، خاک کشور خودت نه، خاک همسایه، خاک بیگانه. رئیس جمهور ویزه گرفته میره و افتخارم میکنه که بیادر ما رفتم در بین قوم خودم. وقتی که قوم خودت اگر امینا است، چرا تو در بین قوم ویزه گرفته میری؟ و ای که در جلال آباد اون رقم که ما اجازه نمیتیم که یک کشور دیگه بیای کنسولگری باز کنه، در پشاور که خاک تو باشه چی رقم اجازه میتی کنسولگری واسا و نماینده تا رسما روان کنی به حیث کنسول در اونجا و ادعا هم کنی که او کشور تا پل اتک از ماست. این گپای هوایی است، این گپای است که فقط اینا خود بازی میتن. ما دینمی برنامه های لایف تنها مردم ناآگاه ما را آگاهی میتیم. یک کسی پیشتر خودت صحبت میکردی باسط خان، یک کسی ما را نشته کرده بود که شما شرم کنین، خب با یک پاکستانی شما میاین همدست میشین. من باز هم میگم که زنده باد پاکستان. ما اید با پاکستان مشکل نداریم. هر مشکلی که داره افغانا داره. افغانا میخواین گند و پاس خود زیاد کنن، صوبه سرحد در جمع خود بیارن، مناطق ما تاجیکا را اشغال کنن، از اون طرف کوش داده مردم را بیارن در مناطق ما، ما را به خانمان کنن. ما به این خاطر ما اید نمیخواییم که اصلا اونم صوبه سرحد با ما وصل شن. صوبه سرحد مربوط پاکستان است، رسما سرحد داریم، اونم خاک پاکستان است، این خاک ماست. ای کسایی که میخواید که میگه او سود سرحد تا اتک از ماست، اونا اصلا پاکستان از دشمنش است. اونا میخواین پاکستان تجزیه شود. بازو از من انتظار داره که من بچه تاجیک صدا کنم که مرده باد پاکستان. چرا؟ من نه با پاکستان مشکل دارم، نه خاک پاکستانم میگم که از جمع ماست. میگم مناطق خودتان است، برین بدر. سرحد ما جدا، سیم خاردار داره. تو میفهمی ملکت، من میفهمم
ملکم وطنم، یعنی که اینا ما را استعمال میکنن، سر ما میخواین یک دشمنی را ایجاد کنن بین ما غیر افغانا و پاکستان. شوا لایو دیدیم این شب اماره اینا ببینین اونا چی میکنن، کاپی میکنن. اینجا باسط خان است، بعد میگه ببینین جاسوس ها را گویا طالب حمایت نمیکنن، در حمایت از پاکستان میان علیه طالب حرف میزنن، باز دو دشت نام میتن خلاص. طالب ببین، طالب کی آورده، طالب کی ساخته؟ اینمی افغانا. وقتی که در جمهوریت آخرین طالب هم از کشور گم شد، نابود شد، پس اونمو لنگ دادالله از پاکستان گریخته پناه برده بود، آمد در هلمند از اینمی جای اینمی بچه های افغان بیل دقانی خود انداخت، تفنگ لنگ دادالله را گرفت، گروه طالب پس شکل گرفت، از اونمو جا شروع شد. انگلیس اگه سه دور آورده همی آورده، هر باری که همیال تاجیکستانی و ازبکستانی و هر باندای مافیایی تروریستی جندالله و ازگلله و چی رقمی ها را در درون کشور آورده، اینمی افغان ها میاره تا اسرائیلی ها را خواهوردن. ما خو نمیاریم، ما تاجیک ها خواهنی گپا نیستیم. وقتی که خودشان میارن، خود از وا میره از کشور اینا، همون رقمی که باسط خان گفت که شما خواهین ندارین، اونمون رقم اینا هم در کشورشان خواهین دارن، یا آدم های بیکار و بیروزگار دارن، اینا میرن از وا سربازگیری میکنن، در بدل پول چهار تا پنجابی را میاره یا چهار تا سندی را میاره در اینجا، نام پاکستان بعد که پاکستانی ها در اینجا آمد. پاکستان ضرورت نداره که بیایه، تو میری در درون کشورش مداخله میکنی. صد رقم برنامه انتحاری را در وقت نجیب، خاد نجیب وظیفه شنمی بود که برو بیدر پاکستان انفجار بده. در بعد از اون هم تا اینمی دور امرالله صالح در 20 سال جمهوریت یک انفجار در کابل نمیشد، سه انفجار در پاکستان میشد. خب وقتی که تو میری در خاک یک آدم دخالت میکنی، او حق داره که بیای در خاک تو دخالت کنه. از این لحاظ هیچگاه اینا ملامتگیره در گردن خود نمیگیرن، یک رنگ میگن همسایه ملامت هست. خب شما در امور کشور از دخالت نکنین. به لحاظ خدا داود کل هم در دوره صدارت عظمایش هم در دوره جمهوریت کودتاییش یک رنگ علی پاکستان همین شب و روز تاعده شد که دوره احتیاط اعلان کرد که عاجل آماده شوید بیاین که سر پاکستان حمله میکنیم. کلش بخاطر لر و برخواهی. در اون زمان خان عبدالغفار خان، خان عبدالولی خان همینا می آمد از پیش از این کانتینرهای پول بسته گرفته می رفت. این آدم هم یک لودک دیوانه دقیقه پیز رو میکرد، میگفت که بیدر البته دوست راست میگه. او که در پاکستان میرفت میگفت برو من تو را خر ساختم پیسه تا گرفتم. میگفت عیز اصلا که تو یک جای نمیشم. همین محمود خان یک چکسه همین رقم کرد. همین چند روز پیش من مصاحبه شدیدم واقعا بعد دلیل ما را گفت. ببین میگه من مبارزه میکنم، من میخواهیم که پشتونستان مستقل بسازم، نه طرف پاکستان باشم نه طرف افغانستان، مستقل باشم. جناب استاد یک سوال دیگه، ما با گپای خود تایید میکنم گپایتون. ما برتون در قدم اولم یادآوری کردم که ما پشتون نیستم، ما یک تاجک هستم، از ولایت غزنی هستم. ما گفتنی ما یه است محترم برای شما. ما یک ویدیو را دیدم که از دوران که افغانستان پارچه پارچه شد، گپ استاد پیشترم فروتن همی بود که اگر میخوای که واقعیت افغانستان رو ببینین، از برادر ما یادآوری کردن که افغانستان تا ایران هم بعض جایش تا مشهد و بعض جایی حقیقت داره. من یک تصویر را که از فکر کنم یک انگلیس بود و او تاریخ یک قسم از افغانستان تاریخش گفته بود که از تاریخ های سابق بود، همچنین یک چیز بسیار درست و دقیق واقعیت داشت. این گفت من تایید میکنم. اما میگذاریم برای شما بزرگای فعلا که ما هستیم. حالا ما خب فعلا دمی فرید مارتول عزیز سعی که یک گپ دیاد نره، اینمی عبدالرحمن خانی که اونمو سون سرحد فروخت، تنها او سون سرحد نفروخت، ای سون سرحد هم فروخت. اینمی مناطق پنجده، مناطق مرو، مناطق اشقابات، ترکمنستان، درست؟ حالا امتداد سرحد ما او سون دریای امو این تو بخارا بود، درست؟ بله. اونمو رو او این طرف پاکستان هم فروخت، او طرف هم فروخت، سرد آورد گفت این دریای آمو سرد ما و شما، خب اینی سرد او سرام گفت اینی سرحد ما و شما، طرف ایران هم گفت اینی سرحد. سه سرحد دیگر را قبول یا دارن بعضی سرحد، یک سرحد سون پاکستان قبول نمیکنن، میگه این سرحد نیست، این وطن ماست، تا پل اتک وطن ماست.
اگر میخواین وطنتانه خیلی چهار طرف کشور سرادایی که همین بابی وطن فروشت مملکه ده یعنی همین کلش قبول کن بگو بیدر من کلش هم میخوایم این چی منو داره اگر من بار بار گفتم ببین مطابق قانون اساسی 2001 در قانون اساسی 2001 غنی آمده که اینمی جغرافی های فعلی کشور در فصل اولش اینمی جغرافی های فعلی کشور افغانستان نامیده میشه و باشندگان اینمی کشور همگیش افغان است. خب وقتی که سرحدت مشخص میکنه قانون اساسی خودت میگه اینمی سرحد اینمی برابر کف دستت اینمی جغرافیا افغانستان است و باشندگان کل اینمی 34 ولایت افغان است. خیلی تو بیرون کشور چی گفته میگه که ما لر و بر یا افغان قانون اساسیت میگه که نه افغانستان افغان ها در درون اینمی جغرافیا است. تو میگی لر و بر یا افغان اگر لر و بر یا افغان است که پشتو گپ میزنه کلش درست لر و بر یا قوم است اینا میگه افغان ها میگه که اون سنی سرحد و این سنی سرحد یک قوم است دو تقسیم شده اگر یک قوم است که دو تقسیم شده که در یک زبان گپ میزنه ازبک و هزاره و تاجیک و ایماک و تاتار و بلوچ اینا همزبان تو نیست اینا چی گفته افغان شده؟ یک دقیقه اجازه بتن ما بس ما فعلا یک چیزی است که فعلا محکمه یک طرفه قضاوت میکن درست است ما از برادرای پشتون خود باید داشته باشیم که بیای پاسخ بده آقای فرید مرتول آقای فرید مرتول من یک چیز است دلیل ازو چی است دلیل ازو چی است رگ افغانیتش میپنده میگه اینمی اینمی من هیچ قبول ندارم اینمی تو طرف میگه تو استاد شیوا یک لحظه استاد شیوا آقای فرید مرتول اینمی تمام جای دنیا از این مردم نظر سنجی میشه که اینمی مردم هم میگه یک کشور میخواین یا پاره شوین اگر اونا رای به این میته که ما مستقل باشیم استقلالشون نمیگیره مثلا بنگلادش مثلا در آلمان اتریش ببینیم که نزدیک آلمان یک زبان است حال همین پشتونای پاکستان 40 میلیون است همین افغانستان سر و کونش جمع کنیم 30 میلیون پوره نمیکنه وقتی 40 میلیون نمیخواد که افغان باشه و نمیگه من پاکستانی هستم رایشون همی است امی ما تو چی کمی مردم ما یک 4 تا 5 میلیون پایلوجی بی منطق و بی فرهنگی که گپ و حرف نمیفهمه بعدی بلند میشه لر و بر لر و بر یک چیز تاجیکای ما ناخداگاه میگه که تو اتک خاک ماست یعنی چی خب برادر این مدنی پشتونی پاکستانی میگه من پاکستانی استم من میگه بدر دیوانه هستم مکتب دارم دانشگاه دارم سهولت های زندگی انسانی برام مهیا است کتمی تو پایلو چرا هم وطن شوم چرا خاک ما یک جایی بکنم نه فروتن صاحب باز همین درون کشوره که گپ پیشترت که محاسبه کنی 5 میلیون افغان یا 6 میلیون افغان نهایتش 8 میلیون افغان 8 میلیون افغان همون طرف 20 میلیون افغان کمش 20 میلیون افغان هست 40 میلیون هست استاد شوهین هست باسد خان همی جمع همی گیرم همی 40 میلیون ده 20 میلیون اگر 40 میلیون باشه خب 8 میلیون آیا 40 میلیون هم میره پیشش در جمع از خودا قد میکنه یا 40 میلیون هم میگه بیاد تو در جمع ما قد شو اکثریت تابه اقلیت میشه یا اقلیت تابه اکثریت نه شوا جان اگر امی اقلیت هم باسواد باشه دانشگاه خوب داشته تکنولوژی می داره یا دیگه کدام چیز از بهتر شوه باز میتنه که پیش اقلیتم بروی خب او اقلیتم از زیاد برباد از این طرف از این طرف که پشتو زبان از او الحمدلله سواد داره پهنتون داره از ما الحمدلله خواهر مادر درس خوانده دینی درس خوانده دنیاوی درس خوانده اسپتال اشپسانه فهمی پیام داد پشتو هم بگو که بفهمه که تو پشتون پاکستانی هستی بله زل صرف دا خبر کوما چې ز اغه رونو داویم کم رونو دا وی چې لره او بر اوز دی فروتون سپت لګیو چې تا یو پاکستانی ولی را وست دی نو ز آیا اغه د افغانانو خلکو ته چې کم په اروپا په کناډا کې ناس لري او هغه دا وی چې د پاکستانی تا ولی را وست دی نو ز اغه وی ته داویم چې تاسو د لره او بر چې خبره کوي آیا د لره او بر په امریکا کې دی و دالر او بر د پاکستان په خوره باندې تاسو غواړی چې قبضه وکړي خو دې کې هیڅ کلم تاسو نشئ کامیابی دی پاکستان زنده آباد دو پاکستان زنده آباد دی او انشاءالله پاکستان به زنده آباد تر قیامت پوری وي دا خوبونه مو ویني دا خوبونه د دې خپل مزغونه وباسئ لر او بر نشته دی خپل افغانستان جوړ کړئ محمود خان اچک زم زمنګ پاکستانی دی منظور پشتین زمنګ پاکستانی دی
مولانا فضل الرحمن هم زمونږ پاکستانی دی، اسپندیار ولی خان هم زمونږ پاکستانی دی، هغه ټول پاکستان منی، د پاکستان آئین منی، د پاکستان ریاست منی. او کم کس چې پاکستان د پاکستان ریاست او پاکستان آئین نه منی، نو هغې ته بیا پته لګي چې پاکستان ورسره څه کوي، هغه هر چا ته معلومات شته دی. ګوره وروره، زه درته یو خبره وکړم، ښه؟ زه به دا پښتو درته وایم چې پاکستان کوم غیرت درلودی، کوم جهاد وایي، او ځان ته ډېره مسلمان ولې هندوستان سره جنګ ونه کړل؟ رسمي نرندر مودي درته مې وویل چې و عمران خانه راځه، زه در سره جنګ کې تیار یم، ولې تاسې مخ وګرځوله؟ ولې تاسې شاته وتښتې دله؟ ولې دا پنجاب ورته خوشې کړله؟ ولې وروره، یک دکه یک دکه دیو قوم یو څو دنه پښتانه چې دی چې دا ځان هغه کړی دی، ځان د پاکستان غلام جوړ کړی دی، د هغه نه تاسو نسې ځان پورته کولی چې ځان پورته وکړي. تاسو چې کوئ خو نو هندوستان هم ستاسو په بغل کې است، د هغه نه چې ستاسو ملک نیولی دی چې لاړ شئ هلته خپل ملک ونیسئ. ډېر ښایسته تپوس وکړو، ډېره ښایسته پوښتنه دې وکړله. علی فروتون جان، شما بگو در پښتو ایره جواب بدیم یا در دری بدیم که شما بفهمی؟ فارسی بگویم که ستاشیوان بفهمه. خب فارسی. ای اندیوال از ما صحبت کرد، از سوال کرد که شما پاکستانی چرا پیش هندوستان نمیری؟ نریندر مودی ای رقم صحبت کرد، او رقم صحبت کرد. 1971 بنگلدیش آزاد شد از پاکستان، دامو داخل بنگلدیش کی بود نی، پیش پشت سر بنگلدیش هندوستان بود اور روسیه بود. او وقت پاکستان نیوکلیر پاور نبود، او آزاد شد. آلی 2024 بنگلدیش نفر بنگالی کی امی صدر اعظم بیرون کل حسین واجد بی بین دا هندوستان نیوز، دا هندوستان چینل چی میگا؟ ای کلش هر چیز کی دا بنگلدیش شد، ای آئی ایس آئی کد، ای فوج پاکستان ای کلش کدا، ای حسین واجد پاکستانی فوج علاقہ دا. نریندر مودی چی گفته بود؟ خودش ما خودش شنیده بودم، نریندر مودی گفت ما پاکستان تقسیم کرده بودم، بنگلادش جور کرده بودم. آلی امی نریندر مودی او دولت هندوستان گریه میکنه که این بنگلادش چی شد، این پاکستان فوج چی کرد؟ یک جواب. دیگه جواب شما میگی که چرا هندوستان جنگ نمیکنی؟ ما چرا ما کتی هیس کشورم مشکل یا دشمنی ندارم، کدام کشور که با پاکستان حمله میکنه؟ یک دو سه سال قبل شما اگر دیده بودی، اگر نی دیدی، برو در یوتیوب، هندوستان یک پایلت یک جنگی جهاز آمده بود پاکستان حمله کنه، دامی جهاز امو جهاز کی بود اول پاکستان چیز کرده، چی میگه در دریچه رکم میگه، اول او جهاز هم گرفتار کرده بود، او مو پایلت هم گرفتار کرده بود، نام پایلت بود ابینندن. چرا کم که جنرال فیض در کابل چای، بلی بلی، چرا کم که جنرال فیض در کابل چای خورده بود نی، امیر کم چای ابینندن هم خورده بود. بور سلام پاکستان، ما هیچ وقت هم دی طرف نمی آیم، پاکستان زنده باد، بعد یوزو در هندوستان روان کدیم. او هندوستان گفتم که امیر کم غلطی باز دیگر نکو، او قدیمی پاکستان نیست، پاکستان 2024 نیوکلیر پاور در جهان طاقت داره. علی هندوستان هم نمی تره که پیش پاکستان بیایا. انشاءالله بربادی پاکستان رو میدهد. آقای فرید مرتون، ما دشمنی با پاکستان نداریم، به آرزوی فرید جان. فرید جان، یک دقیقه ببخشی. امی فرید جان رفت، امورا میگم گریه نکو، ناراحت نشوی، هزاران نفر آمد دی جهان، میگه پاکستان خلاص میکنیم، ختم میکنیم، اون نفر ختم شد، خاک شد، پاکستان عالم است، او انشاءالله پاکستان در قیامت میباشه. آقای بختیاری، از شما مشنوی بزرگوار. من یک دقیقه صحبت من نوبت من بود. آقای فروتن، من به جای شاهان پشتون من خجالت کشیدم از حرفای دوستان. من به جای قبیله پشتون من خجالت کشیدم به عنوان یک شهروند افغانستان. کشور ما را تکه و پاره کردیم، کشور ما را آله دست بیگانه ها ساختیم، کشور ما را دو دستی تقدیم پاکستانی ها کردیم. من خجالت کشیدم که در طول حاکمیت پشتون ها، در حاکمیت 250 ساله از اینا، کشور ما رو به خاری و بدبختی کشاندن. کشوری که 75 سال از استقلالش میگذره، صاحب سلاح اتمی میشه، صاحب کارخانه های هواپیماسازی میشه، صاحب کارخانه های موترسازی میشه، صاحب همه چیز میشه، صاحب بهترین تکنولوژی مهندسی میشه در جهان. فعلا مهندسای معلوماتی تکنولوژی
پاکستانی اول است، ولی ما چی کردیم؟ از زیر غجدی در نمیدیم. بشرمو پشتون، خجالت بکش، اگر یک ذره تو غیرت داشته باشی، یک ذره دو 5000 ساله دروغینه که درست کردی یک ذره داشته باشی که نداری، خجالت بکش. این کشور 75 ساله، تو کشور 5000 ساله چی کردی به این کشور؟ تو خاک سیاه شاندی مردم ها. امروز با اسپایی وضاحت میایی دوست ما صحبت میکنه، ولی توی پشتون بجز نفرت پراگنی، بجز تو کینه، بجز بغض، بجز غصب کردن، بجز چور، بجز تجاوز به حریم خصوصی دیگران، تجاوز به نامیسی دیگران، دیگه چی کار کردی تو به این مملکت؟ امروز اومدی لر رو برخواهی، لر رو تو اگر بندازه یک جو غیرت میداشتی مثل ژاپن و یک کشور درست میکردی، امروز خود از اینا میامده دو دستی میگفتن ما را افغان قبول کنی. امروز من میامده میگفتن ما افغان مرا قبول کن. تو بدبخت با این کشور در پیتی که درست کرده ای که مردم از فقر و گشنگی در از کشورت فرار میکنه، تو توقع داری که این بیایه برای تو یکی شبه؟ این مگر مغز خر خورده که بیایه با تو یکی با توی لوده یکی شبه؟ تو هم قبرستان درست کرده او کشور، چی گفته تو با تو بیایه دست به یکی کنه؟ بهترین کشور داره، آرامش داره، صلح داره، ثبات داره، نظم داره، مهمتر از همه ثبات کشوری داره، ثبات نظام داره، یک نظامش تا حالا حاکم است. تو چه نظامیش حاکم داشی؟ سپاس رحمانی صاحب. کوتاه بختیاری صاحب نظر شو بگیریم، بعد واسط خان خداحافظی میکنیم. آقای بختیاری صاحب بفرمایید. به این برادر واسط خان بسیار گپای مهم را یادآور شدن. اول خوب به تایید حرفای از اینا من میگم پاکستان زنده باد، پاکستان زنده باد. امروز افغانستان از پاکستان مدیریت میشه، امروز افغانستان توسط آیسای مدیریت میشه. اینمیال هر افغانی که میایه بر علی پاکستان شعار میته، ما برش گفتنی ما برشی است که اول برین اجنتای آیسای از خانهایتون دور بکنین. امیال هر کدامتون به هر اجنت آیسای 3 تا 4 تا دختر داده را هستین توفه میدین، از جلال آباد دختر میبره لنگ کروزرای ارک بر در خدمتش است. یک مولانا فضل الرحمن میه زن و مرد کلیتون اینی تره سر بالا کده نمیتونین. حال ما چطور بیایم اینمی جوان پاکستانی که شیرین به زبان ما صحبت میکنه، به ما احترام میکنه، هیچ نوع مشکل با ما نداره، در طول تاریخ هم اگر ما کشته شدم، اگر هموطنهای ما کشته شد توسط یا وزیرستانی یا باجوری یا مستقیم تو برادر افغان ما کشته شدیم، دیگه کسی دیگه نشدیم. اینمی جوان پاکستانی را ما چطور بیاییم توهین و تحقیرش بکنم، نمانم صحبت بکنه؟ تو ببین اینجا تو میایی از روی تعصب به زبان ما، در حالی که دلایف ما آمده اینجا یک نفر نه شنونده پشتون داریم و نه هم به زبان پشتون دهی بالا میفهمه، پشتو میفهمه، میایی به زبان پشتو گپ میزنی، ولی این میایی با احترام به زبان فارسی گپ میزنه. ببینین چقدر شیرین صحبت میکنه در اینجا. ما چطور بیاییم با این آدم دشمنی کنیم؟ همه قسم دوستا در مورد سرود ملی پاکستان گفتن و سایر مسائل دیگه. اگر پاکستان در طول تاریخ با ما دشمنی کرده، من هدفش دیورند بوده، امیل لروبرخواهی شما بوده، ولی شما آنقدر با پاکستان دشمنی بزدلانه میکنین، در خانه تان آیسای میباشه شعار بر علی پاکستان میتین، در ولایت تان، در قلب ولایت تان کلدار پاکستانی میچله، میان شعار بر علی پاکستانی میتین. ما را شما چی فکر کردین؟ ما مگر ما عقل در کلیم و نیستی مسائل بفهمیم؟ برادر ما هرگز بر علی پاکستان شعاری مردباد نمیتیم، برعکس اگر تا دیروز دادیم ما خو یادم نمیاد، اگر داده باشم هم اشتباه دادیم. امروز با کرات و با کرات و مراد میگیم پاکستان زنده باد، پاکستان زنده باد، پاکستان زنده باد. و حرف دیگه ما برای آقای مارتول دینیم بالا آمد گفت برادر مرا در کل دنیا افغان میشناسه. اولا جوان مارتول تو شاید چند ورق میگی تاریخ خواندیم، در تاریخ خواندن تا ما یک عالم ملاحظه دارم، معلومات تاریخی از ما بهتر بخی به صفر تقرب کردگی است. در قسمتی که خودت میگی من افغان نباشم یا من افغان نگوین چی بگوین؟ اولی را تو بفهم افغان یک اسم است. وقتی که یک شهروند یک مملکت یا یک هویت ملی را میخوایی تو داشته باشی، او باید یک صفت باشد. تو چطور نام یک قوم سر خود سر تو مانده در سال 1925 میلادی دینم فکرت حق شده که والا من افغان هستم؟ خب پیش از 1925 کی بود؟ چی میگفتن اون مردم اون سرزمین؟ خود سرزمین وجود داشت. خب ما باید زیر تاثیر تبلیغات فاشیسم باید نریم. خب برادر افغانستانی تا جای منطق داره، اگر بگویم من افغانستانیستم یک آدم میفهمه اگر سواد داشته باشه که اونمویای نسبتی
صفت می سازه اسم متعلق به نمو کشور، این باشنده یمو کشور، شهروند یمو کشور، افغان مساوی به پشتون، قوم محترم و شریف پشتون ماست. ما هیچگاهی افغان شده نمیتونیم. افغانستانی گفتم با وجودی که نام قومی است میتونه شو، منطق داره هم از لحاظ ادبی هم از هر لحاظی که بسنجش، ولی افغان شده نمیتونه. آمدیم در روی مسائل دیگه که استاد چوا روی مرزا گفتن، قسمی که پیشتر تایید کردم، مرز دیورند یک مرز شناخته شده پیش ما فارسی زبان است. ما هیچ گونه با مسائل مرزی اساسیت نشان نمیتیم، مثل شاهان پشتون که در گذشته تایید کردن، دینی آخر هم کرزی و غنی گفتن که مرز رسمی است، ما هم میگیم یک مرز رسمی است، هیچ نوع تشویش در قسمت وجود ندارد. دقیقا دیورند مرز رسمی بین افغانستان و پاکستان است. هر هم وطن من که ادعا میکنه ادعایش باطل است، تاریخ شنا میفهمه، بی سواد است. آدم که بی سواد باشه و یکی دوم یک آدم پدرش خاک فروش است، یک ملکیت داره مفروشه، فرزند از اون نمیتونه بلند شاهیدا بکنه که والا فروش پدر ما اشتباه بوده. خب دور به دور از منطق است. استاد شیوا کوتا و بعد باسط خان کوتا خدافیزی میگه. یک چیز ابروتن صاحب، بازم پدری ازی به پاکستان نفروخته، وقت پاکستانی وجود نداشت، به بادارشان به پدرشان فروخت. بله بریتانیایی فروختن. بله بله پاکستان وقت اصلا وجود نداشت، پاکستان به بعدا در نظر چه لفت ببینید دوستا، اگر از یک حقیقت تیر نشیم، یعنی عبدالرحمن خانی که امی مایده دیورند امضا کرد و امی مردم بالای اند برطانوی فروخت، یعنی اولادای از امروز آمده با کدام روی میگه که تو برادرم هستی، در صورتی که پدرت اگر برادرت باشه که پدرتان یک پدر باشه، پدر ای اولاد خدا با زن و بچهش سر کفر، سر اند برطانوی که این دوست، سر هندو ها میفروشه، سر انگریز ها میفروشه، ننگ و ناموس و زن و بچه و منطقه و کل چیزشه میفروشه. و تو به شرم و به حیا امروز میایی در طرف همین مردم چی رقم سعی میکنی و میگی که نه تو برادرم هستی، خیره که پدرم فروخته، تو برادرم هستی. همین مردم در روی تو که تاسکی نمیزنن و آفرینشان به خدا ما باشم، ایواز از اینا چیزی برشان بگویم که دم زندگی اصلا دیگر نام منطقه مرا نگیره. پدر بی غیرت مرا بفروشه که زن و بچه و ننگ و لاموسم سر انگریز، باز تو میایی مرا بگی که نه ما تو برادر هستیم، بیا که یک جای شویم فارسیوانا و ازبکا و ازارا را از منطقه افغانستان بکشیم. چرا؟ من با فارسیوانا و افغانا با فارسیوانا و هزارا چی مشکل دارم که تو مرا استعمال میکنی و میری به در سر ما شکار میکنی، میری اونا را میکشی سر ما، از بین میبری، از منطقه شان میکشی. اینا دارای تمام چیز هستند، دارای دانش، سواد، خرد، منطقه آرام، منطقه خوب، همه چیز هستند اینا. حالا ببین یک اصطلاح عام ما شماست از فارسی زبان ها، آقای باسط خان میگه پشت آدم سیر رو ببین، پشت شر کسی را که میبینی از پشت سر اتا، پشت آدم سیر رو ببین، روی آدم گشنه را نه، فهمیدی؟ میگه پشت آدم سیر رو ببین اما روی آدم گشنه را نه. امی پاکستان که یک کشور سیر است، درست؟ امی کشور ما چی داره که امی شما بیا این طرف ما؟ ما خود ما از گشنگی اولاد خود میفروشیم، گرده های خود میفروشیم، یعنی سر شما را مار گزیده که شما او پاکستان جنت اعلی کنین بین در دوزخ خود پرتین. ببین این حرفی است که رسالت تمام شماست که در هر مجلسی که در بین چهار نفر میشینین دمونجا اینمی ذهنیت ابتین. برادر ما چرا خود آرام کنیم؟ اولاد ما بم ساختن یاد بگیره، اولاد ما انتحار یاد بگیره، یا اینجا کالج بخونه، دانشگاه بخونه؟ اما گپار خودتان مردم هوشیار هستید میفهمین. به هر حال حرفای من این بود. من سپاس تو شوی بزرگوار آقای باستخال کوتا حرفایت جمعی که بفرمایید. ما اول در پشتو میگیم هر آقا نفر که هر آقا کس که دلر و در بر خبره کهی
نو د لر او د بر خبره چې کوم میر عبدالرحمن بابا د ځمکه خرڅه کړې ده نو هغې په یو انګریز باندې خرڅه کړې ده. لاړ دې شي د انګریز نه د خپل تپوس وکړي د ځمکې. کله چې پاکستان آزاد شوی دی نن الحمدلله پاکستان کې جشن آزادي ده. 14 اگست 1947 کې پاکستان جوړ شوی و. د پاکستان وو یا کاله وشو او الحمدلله پاکستان آزاد دی. لر او بر نه منو، نه لر او بر شته، نه پښتونستان دی، یو افغانستان دی او بلخوا پاکستان دی. پاکستان زنده آباد و، پاکستان زنده آباد دی او پاکستان به زنده آباد انشاءالله وی. از منطقه برادر افغانستان ما قبول نداریم، بله. خراسان از نام کشور. بله بله پروتن صاحب، هر اودم بی نفر که از هندوستان باشه، از خراسان باشه، از ایران باشه، از انگلستان باشه، اگر احترام پاکستان میکنه ما او را سلام میکنیم، کشور حضور قبول داریم، کشور حضور سلام میکنیم. هر کدام نفر که از افغانستان باشه، از هندوستان باشه، از امریکا باشه که احترام پاکستان نمیکنه ما احترام حضور نمیکنیم، چرا که الحمدلله کشوری از ما اول کشور دوست دارم. ما پاکستان را با مرز دیورند یک کشور همسایه خود میدانیم. مرز دیورند مرز رسمی است. هر هم وطن اوغانمون که ادعای کاذب و غلط داره ما علیش هستیم و نام وطنمون افغانستان تغییر میتیم، نامش خراسان است. حتی ما افغانستان قبول نداریم. بلکل فروتن صاحب، دمی آخری لایف یادت نره که هر سه ما به یک صدا میگیم زنده باد پاکستان، زنده باد خراسان، زنده باد پاکستان، زنده باد پاکستان، زنده باد خراسان، زنده باد خراسان، زنده باد خراسان، زنده باد. تشکر، شبت خوش، خدافظ.